به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و وقت همه شما هموطنان نهایت عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بخیر باشه. آرزو میکنم که روز دوم عید سعید فطر بخیر و به خوبی آغاز کرده باشین. باز هم در ویژه برنامه صبح و زندگی به مناسبت روز دوم عید سعید فطر با شما عزیزا از ساعت 8 تا 10 صبح هستیم با بخش‌های خیلی جذاب و دوست داشتنی و متفاوت که مطمئناً در کنار صبح و زندگی لحظات خوب و عالی را تجربه خواهد کردین. سلامونه قدرمن لیدونکو، سهار مو نیک مرغه، ده اختر دو همه ورز مو تاسو ټول هیوادوال ته مبارکي وایم. هیله منده ما چې لومړۍ ورځ به مو په خوشحالۍ سره سرته رسولی وي، او انشاءالله چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې اوسئ خوشحاله و ارامه اوسئ. تاسو ټول ته د اختر مبارکي وایم، بخصوص هغه هیوادوال ته چې د هیواد څخه بهر دي. هیله منده ما چې تاسو هم وکولی شئ خوشحاله اختر ولرئ، او آریانا ټلویزیون هم بیلابیل خپرونې لرلی ستاسو د اختر د لا ښایسته کولو لپاره، د سهار ژوند په شمول باندې چې نن هم د اختر په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده، او هیله مند یم چې له موږ سره خوشحاله شیبې سرته ورسوي. رستم جان، لباسای تبریک باشه. اید خود تبریک داریم. سلامت باشی بصیره جان، لباسای خودت همچنان مبارک باشه. بسیار زیاد لباسای مقبول است، دیزاین بسیار زیبا داره و نگفتن همون رنگش بسیار جذاب است. سلامت باشی رستم جان، چشمایت مقبول است و فراموشم نشه که دیروز هم برای ما یک وعده کرده بودی که ما امروز اید نکردیم، فردا اید میکنم و ایدیتم ایتم. حالا چطور شده؟ خب نه، دیروز به خاطر از اینکه لباسای ما دوخته نشده بود، پیش خیاط بود واقعیتش، و بعد از اینکه برنامه تمام شد بخیر مستقیما من رفتم روز گذشته پیش خیاطی و خوشبختانه خیاطی باز بود و لباسای نو ما گرفتم. دیگه واقعیت دیگه، هر وقتی که ما لباس نو میپوشیم، به خصوص در اید، اگر اول باشد دوم یا حتی اگر سوم، احساس میکنیم که امروز دیگه تازه سرمایید شده. به مون دلیلم امروز ما احساس میکنم که واقعا عید اصلش امروز دیگه ما آغاز کردیم به خاطر لباسای نو ما پوشیدیم. بسیار خوب، ان شاء الله که به خوشی کنه کنی کالایته. و رستم جان، امروز هم مثل دیروز بخش های جالب و متفاوت در برنامه داره. مهمان های عزیز را با خود خود داشتیم که فراموشم نشه که امروز نظیره جان و حبیب جان آشپزی ها میکنن. رستم جان، چی میخوای که بر تو آماده کنن؟ من خود دوست دارم، زیاد شیرینی را دوست دارم، واقعیت کیک را دوست دارم، کلچه را دوست دارم و در کل شیرینی باب زیاد علاقه دارم نسبت به غذاهایتون. من خوش دارم که کیک یا کلچه آماده بسازن، ولی نمیفهمم که واقعا حبیب جان و نظیره جان آشپزی خیلی خوب هستن یا نه. خوب است که بریم به طرف حبیب جان و نظیره جان که چقدر در مهارت آشپزی خوبتر هستن و آشپزی را یاد دارن یا نه. بعضا پخته میکنن واقعا مثلا یا کیک خراب میآید یا بورش کمتر می باشه یا قسمی که خود ما می خواهیم آماده نمیشه. آماده نمیشه. خیلی بریم ببینیم که در استودیو دیگه نظیره جان و حبیب جان هستن و می خواهند که امروز یک شیرنی آماده بسازن. ببینیم که چی آماده می سازن و چه قسم آماده می سازن. اینجا هم حتما میارنش. سلام عزیزای دل، صبحتان بخیر، عیدتان مبارک. آرزو دارم که روز اول عید را به خوشی آغاز کرده باشین، و این صبح هم که ما در خدمتتان هستیم با یک بخش متفاوت خیلی خوش سپری شود براتان. با یک بخش متفاوت ما تنها نیستم، از همکارای ما که در استودیوی مرکزی صبح زندگی هست هم تشکری میکنیم، و نظیره جان هم در برنامه با ما هست. نظیره جان خوش آمدی خودتان. سلامت باشی حبیب جان، سلام تقدیم میکنم خدمت تمامی بیننده های عزیزی که ما را میبینن از طریق پرده های تلویزیون شبکه جهانی رادیو تلویزیون آریانا. البته بیننده های عزیز، قسمی که میبینین ما در استودیو هستیم و میخواییم که بخیر حبیب جان گوشفیل تیار میکنیم، همونطور نیست؟ گوشفیل تیار میکنیم، اول باش که پوزیشن های خود معرفی کنیم. بنده حبیب نازم خمیرگر و نظیره جان مصمم هم دیگه آشپز. مردم ما ببینیم چی گره با آب خواد دادیم و چی جور خواد شد. یکی از گوش فیل چی جور میشه؟ این فیل شد دیگه، باز شما در بین برنامه قضاوت کنیم که چی میشه. گوش شطور نشه؟ او گوش میوان نشه دیگه سفر. خب حبیب جان، یادم رفت به هموطنان عزیز روز عید مبارکی بودم که روز عیدتان مبارک باشه و عیدتان خجسته باشه و هر روزتان عید باشه. خب میریم طرف کار دیگه که چی میکنیم؟
بله، ولی ما تلاش خودم میکنیم نزیرا جان، بله. خوشم نشه که اتونیز که خدایلو کرده یک چیز خراب تهیه کنیم، کوشش میکنیم یک چیز خیلی خوب به خاطر از اینکه ما بتونیم از میمونای بسیار خوب ما که در برنامه صبح زندگی میان پذیرایی کنیم، یعنی کوشش میکنیم تمام موارد صحیحش هم در نظر بگیریم که باز میمونای ما خدایلو کرده مریض نشن، بله. چون یک رسم است باید پذیرایی بکنیم، بله. از اجزایی که در برنامه میان و مواد که دری با آشپز لایق ما در این گوش فیل به کار میبره آرد است دیگه خمیر مایه است نه؟ بله خمیر مایه یک وقت در زمان های شما باز دیگه رقم بود ما قصه در جریان برنامه میکنیم حال خوب است اینه پیشرفته شده دیگه زمان شماست تکنولوژی پیشرفت کرده یا هم دیگه پیشرفت کرده نمک است دیگه چی است؟ تخم خوی تخم است نه؟ یا هم نمک نه این پودر است اونو نمک است بیکنگ پودر نمک بله. پسته بوره دیگه ایل روغن و شیر بله دیگه کاسه دیگه اینمی چیزا است پس اگر موافق باشین عزیزا ما آغاز بکنیم ببینیم که چی میشه خب بیب جان قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنیم البته برنامه خو آغاز است و پخت پس شروع بکنیم کدام وقت آشپزخانه داخل شدید خانه خود در دودی آشپزخانه نه چی فکر کردی حال باز حال ببینین حال چی بگویم پیش از پیش که والا این رقم است رقم است حال معلوم خب میشه است پس دیگه ما وظیفه خود شروع کنیم نه بله دست کشور میگیریم البته نکات سیهره هم مراعت میکنیم دیگه ببینیم که والا این پیشبند نیست راستی خب پیشبند خودت بعد هم میگه من البته بعد میگه به خاطر دیگه من آوردم اگه ای دست دیگه باز کالای من نمیبینن من زیاد زحمت کشتیم خب. کالا جور کردیم ای دست کشم برای خب اول دیگه در خمیر باز چی باید کنیم؟ خود دیگه خودت گفتی من بسیار لایق هستم نه خب من لایق هستم خب گفتم باش که از استاد خودم پرسان کنیم که اول چی کنیم؟ اول پرتی نارده اول به خاطر از اینکه بوره درست تاو شوه در یک ظرف کمه کاو مندازیم بوره را اضافه میکنیم و کمه مکسش میکنیم که بوره او شوه بعد از او تخم برش اضافه میکنیم یک جای مکسش میکنیم و همون تا استایستا دیگه پیش میریم خب یادتون دیگه آغاز میکنه با کار خود بسم الله الرحمن الرحیم دیگه آرزو دارم عزیزایی که بیننده برنامه صبح زندگی هستن این گوش فیل که خوردین دیگه همیشه تعریف کنین دعا کنین اینی آرد دیگه اول میگیریم ما قسم جان ابی جان اول دو او ظرف دیگه را این طرف بیار خب چشم اینا پشت سر بند شما از دیگه رقم خمیر میکنین ما خب ما هستیم دیگه کمک او شیرگر مثلا البته اضافه میکنیم بسیار کم شیرم مفته خو اینو باید اضافه کنم نه دو اضافه نکو آل بوره را بگی دیش اضافه کن خب صحیح است چشم باش که خیلی اینجا دستم بگرده کاله این دو بوره باشه آن را با قاشق اضافه کن که مکارش چند قاشق دهی باید بوره اضافه کنم؟ یک پنج تا پنج تا پر پر بگه از قاشقای خودم باشه یا از قاشقای میوان؟ از قاشقای میوان میوان که میگو بیچاره نیست غیبتش نشه بله چون دوستش زیاد داریم این باید میکس کنیم بله خوب میکس شو خوب. این البوره رو اوجا باند میگه امره با اردو دستت کار کن که دیگر این صحب خواه ازا این ما ایره تا میکس میکنم استادم میگه خلیفه چی ببخشیم استاد نزیره جان شما باز چی میکنین ایره؟ خب من جورش میکنم دیگه باز کار خودت ساده است نزیره جان من فقط اینجا خودت از ماشین میکشی برم دیزاینش میکنی من فقط اینجا روغن هم اندازم استاد میشم سرخ میکنم خب بچه ها خود لایق هست به هر صورت طبعا این گپا رو دارم میشه. و زمان که آل خویجه من خمیر مایر دیدم زمان که نزیره جان خورد بود باز خالمشان میگفت نزیره بچه این برو چیکو خانه همسایه ما کمی خمیر مایه ما گریخته خانه همسایه رفته؟ باز برو از اون دورسته نید بله از اون دورسته بله برو بچه میگذار خمیر مایه قرض بیار باز اون خمیر میمون نزیره جانسان که خمیر بسیار چی میشد؟ ترش میشد چند روز ترش میکرد باز اون دیگه با نیست خمیر مایه خب حبیب جان این جور شد ای بسیار طبیعی است به خاطر خمیر رسیدن او یک چیز طبیعی است دیگه اینا دمی قرنای شما که این چیزای نو برامون دیگه ای کلش یارا در دوره ما خوب چیزا برامه در دوره نزیره جان شان امی خب نزیره جان این جور شد حبیب جان دی اینال دو دانه تخم اضافه کن دو دانه تخم ها؟ بله این تخم شکستانن چه خودت که؟ خب امتحان میکنیم ببینیم خودت بهتر مشکنیم یا ما بگی پیش اوی اینم دیدی به خیر این امق اوایی دیگه نه؟ این دیگه ما خب ما خب این حالا بیب جان
اینه یاد بگی سایکو این تو بگی تخمه؟ نه از و این تو بسیار راحت آرام اضافه شد اینه امی... خوب مکس تفاوت بین کار دخترها و بچه ها باید باشه ایزا وقتی که امی خانم ها دخترها نام خدا نازانه هستن حتی اگه دیده باشین امی حدسه که میزنن هم متفاوت است امی حدسه که میزنن ای تو میگن تی تی باز از بچه ها که هست دیگه مچم یک قریه او طرف هم خبر میکنه یک قریه او طرف هم خبر میشه فهمیدی؟ و بچه ها که کار کنن دیگه باز زنه یک کمتی ای هست که حبیب جان کم بشیمه بشیمه که من میگم که تو خم از من ناراحت نشه که من خفه نشه که باز من قدر لحقم ظلم که ای خب اینال دیگه خودت آرد بیگ اضافه کو با مو اندازه که دیگه میفهمید خودت مهارت داری آرد به اندازه ضرورت اینطور است که ما خوب بسیار چیزهای خوب لکس لکس پخته کردیم حبیب جان بلیاز خدا بلیاز خدا اندازه کو ما به اندازه هم اندازه میخوایم خود که زیاد شو حال که چی بایی مانه کنم اینه بگو کل پاشو چینی را اونجا ماندهیم البته برات اگر میخوای یک دانه بیارم اینه میره قمیز دیگه باید کرد ما خو یاد داشتم گفتم واش خودت بیکار نمونی ولی دفعه ما باید این دو عزیز چی بگیم سعید که دیگه حبیب جان ده خمیر بند نمونه نه انشاءالله که بند نمونه از جان حبیب جان کدام خمیر کردی؟ والا نه هیچ نوبت من نرسیده خو یاد دارم یاد داری به دیگر را نمایی کردی دیگه؟ آره به من خب ببینیم دیگه یه امتیان است که چی میکن؟ خمیر که میگه چی داره خلیفه نظیره؟ ببخشی استاد نظیره جان می خمیر که هست هم میگه قبرغه داره ما را می استاد ما گفته بود استاد ما خانم سنیتا سروش گفته بود که می چی هست خمیر که هست چی داره قبرغه داره وزیر باید تا می وقتی که خمیر میکنی چی کنی هفت قبرغه از این را بشکنی اگر نیم خمیر خمیر گفته نمیشه و تخم میفهمید چرا من لازم؟ با خاطر چی من لازم؟ با خاطر از اینکه می تخم مثل پلاو آره چرا بسیار پوک میسازه تو باز چی نمیشه چی میگن خشک نمیشه خب ببینیم دیگه توکل به خدا آفرین به سلیقه خرابش کردم آشپز حبیب نه چی خمیرگر حبیب ببخشید نه ما خب ما یک کار میکنم سیز و می خمیر ما جور میکنم سیز باز مقایسه میکنم با این خمیری که خودت کردی و ما جور میکنم باز اگر خود بخیر باز نمره میتیم سیز ایره بگی خودت ما برد ایل یار آماده کنم سیز خوب است ما بفرمایم استاد بهتر سعی کنی پیاد بگیریم خب باز ایل چیز رو بدن آماده میکنم خب بینده های استاد تو این تو پاک نگاه کنیم بسیار خوب خمیر کم نرم شده از پیش حبیب جان دیگه کمک آرد دیگه اضافه میکنیم این قبرغه شکسته یا نه گوش نه قبرغه شما نشکستان اینا قبرغه شما مشکل دیگه قسمی که میبینین خمیر کمک نرم شده و خمیر باید حبیب جان سک یاد بگیم خوب درست باید مکس شوه و خب بینده های عزیز قسمی که شما خمیره میبینید نه زیاد سخت هست نه زیاد نرم یعنی باید به اندازش باشه که هم از ماشین کشیده شود و هم راحت بتونیم که جور بکنیم فقط یک کمک دگام گفته عبیب جان دگه که چی میگن عبیب جان قبرغایش همش کنانیم که خوبتر شد و روغن هم چرب میکنیم کمک که به دستان ما نچسبه و همیشه بینده های عزیز امانه که میخواین بوره را به اضافه بکنین برای خمیر
البته شیرنی باب کوشش بکنید که بوره را از اول در او شیرگر یا شیر که نسبتاً گرم باشه آب بکنید تا که باز زمان پخته میشه و چسبوک نباشه و بوریش ناحل نباشه. بفرمایید بفرمایید. دیگه عبیب جان اینه بخیر باز ستایل دوم خود رفت به بانی گرمی؟ میواله راستش گرمی. خب یه آماده سین خمیر بار شد؟ پیشتر الوا بار بود. پیشتره؟ کمک که شک دوست داری باز خمیر بله. بود با معنای واقعیش نه. خب این هم خمیر؟ خواه سرشان کمک چرب میکنم برای دیگه عبیب جان یاد بگی یاد بگی با این دید به درد میخواه بسیار خوب ما چی کنم اینال استاد؟ خب اینال این یک چند دقیقه میمونیم که ظرف دیگر رو میگیریم خمیر رو دهش میمونیم یک چند دقیقه میمونیم که دم بگیره تا وقت موتو دیگه بخیر پسته رو میده میکنیم از الکوب میکشیم و همچنان هم تو ایل خیال ما هم این پسته رو شروع کنیم باشد شروع خب اول هیل رو باید چی کنیم؟ بله اقصد خدا کنه که این خود کل ما حتی مرم از ما این رقمیش نبود خب دیگر رقم بود؟ ما گفتم باش صحیح باشم میخوای چک بکنی کجا رسا اول امی هر چیز باید اطمینان پیدا کنی خب عبیب جا ایره باش که اول ما پرتم این کارا میکنم ما گفتم باش که یاد داری نمیدی ما خیلی چیزا زیاد داریم پس بیا که برات یاد ما بیخی نادیده شستیم چطور ما گفتم باش که اول ایره چند تا پرتم سعیست ایره نیمشه پرتم بله اینجا میمونیم این ازا که با شما ببینیم نیمشه گفتم ایره پرتم بس است؟ بس این حال بازی نظیره جان خودت خود ندیدی یک قسم چیزا را ایره میکشی ایره خم بیشتر که من گفتم باش که چی میگه سرمان خم دلش بود خم نکنه خم بازی را خب دیگه عبیب جان بخاطر کم تو دیده بودی نه خودت بسیار خوب دیده بودی با او خاطر دیگه خمیران بسیار خوب کردی فکس آمده خود چیز دیگه خب بریم بخیر برق نامده نام خدا نام خدا بسیار مایده شد یا کم؟ خوب سعی مایده شد خب عبیب جان میشه برم بگوی روزای ایده که قبلا سپاری کردی کدام خاطره جالب داری کدام آشپزی جالب کردی که ما به ایده باز برم کنه خاطره ما سعی سپاری خاطره تا بگو ایزا دیگه خاطره ایز بگو نیست بسیار مطمئن خاطره ایز که ما ارزو دارم به آغاز روز اول عید ناراحت نشیم عبید میگه که ازیاد دوست دارم خواه رفت شای عید روزه هم از دیگه همین سلمانی سلمان گفت کنی موی مجور کن این سلمان هم دیگه خدای افجانش سر خواه شور داد ما ایت فکر کردم که فامید که من چی گفتم دیگه من به هفته نوبت مرسید که میشیشتیم یک وقت این آینه رو سهل دارم این کار خواه شروع کردم این آینه رو سهل کردم که این پیشتر موی مکمل کل شدم میگه تو آلی رایان من گفتی میره چرا تو کردی؟ میگه تو گفتی که موی نکل کن گفتم صبح ایده هست حتماً حتماً رمضان سر سلمان تحصیل کرده در کجا شاگردی کردی بیتن؟ من خوی انگه تنوز پیدا نشده ولی باز که پیدا شد برش قصه میکنم که انتون از جان استادم بود مرا یاد داد خب سیم خمیر و مارم دیگه تا وقت رسید عبیب جان از کارت استفاده کن کارت دیگه اون پیشتر شما نه خب این رمکو دیگه این حال از ماشین میکشی چی کنم؟ این زباله کار نداره زباله باید کنم؟ آه ما این تعوارش میکنیم باش نه او تعوار نکو بلی از خود عبیب جان این تو یک نمونه شما برد کار میکنم دیگه شو از خود سیس یا هر کس از کارش هم این تو کشکو زباله بسازیش و بعد از او باز هر کدامش به نوبت از ماشین میکنم زغاله است یا زغاله؟ زغاله زغاله بله خب یعنی امی کلوله که نکنی دیگه این نمیشه؟ خب میشه باز به خاطر که از ماشین منظم تر داره ما برای من میمونی بودی دیگه مال باید مال سیل کن سیل کن ماشین هست از من رفیقم هست بگویم امر کنی کل کار اجرا بگرم سیل کن سیل کن
چیزی را نشان میتونم بتیم جان با من. کارم این جان بود که نخواستم رای خمیر خوشونت بکنم. خب چی بکنم؟ خب بینده های عزیز، امین جان یک دانه کارت برمه بکنم. اینه یعنی از کی باید تالی داشته باشه امین جان؟ از قندی. خب بینده های عزیز، قندی یک موضوع است. خیر باز کدام روز قندی جان نبود، باز من برتان میگم. خب روغن باید چقدر پرتون دیگه؟ روغن کم بیشتر اضافه کن. بخیر و اولین گوشفیل که جور میکنیم به توکل خدا گوش میکنیم یک کمک خردتر باشه تا که همو داغ بودن روغن ورداره و بعد از او بخیر باز من شما را از او یاد میکنم که چی کنیم؟ روغن چیگونه شما میتونین به قدر ضرورت اول باید کرایی را چرب کنیم و شما میتونین بله بله بسیار خوب روغن اصراف نشه نه چون بله. قیمتی است فقط همون قدر که حبیب جان دیگه بدل خود گفتم این حبیب جان روغن اضافه کن که گوشفیل باید خوب بسرشون فکر کنم غرق شما باید نیم؟ بله بله غرق شما ایش غرق شما به دریای گنگال بله این را میگذارم که روغن خوب داغ شما همه دگام حبیب جان روغن اضافه کن سعیست سعیست؟ باز بعد از او بخیر فرمایش خودتان پذیرفتن میشه دیگه خدا کنه که گفته اگران تمام کم حبیب جان باشد معلوم بشه تا آخر بخیر معلوم خواهد شد مگر فکر نکنم که بتونیم عزیز جان تالی کرده باشه چرا؟ چون فکر کنم کارت مرکزا نبود است انشالله بخیر میبینیم داخلش خیره بخاطر که اینجا کمک جای بر مزیق هست و اقسم بخیر جورش میکنیم در هر لا یک قسمت خو بر چی آوردن باز؟ در چی؟ دیدی دیدی؟ ما بردم، اونا ناوردن نه که خبر شما باز خانه خواهی خواهی گپ حقیقت است چرا؟ ما بردم اگه این رقم رسم رواج است دیگه طرفایتان هر چیزی تر اقدام کنی طرفایتان این رقم رسم رواج است که ما هم اقدام کنیم بله اقدام کنین بخیر دیگه که ما هم بعد از این اینا بخیر روز پنجم ششم اید بخیر اقدام کنیم که این رقم یکم فایده هم خب اینا آماده است بخیر روغن هر رقم شکل که داشت فرق نمیکنه چرا؟ فقط مقصد باشه ولی مثلا میکنم که هیچ چی نیست یک دفعی پخته شما باز خدا جور بیارم خیلی من خودم پختهش میکنم بله بفرمایید خدا کنه درست بندازیش که کار زمان از آبیسار به شکل چی امرای هر چیز مهربان باشه همراه همی گوشه فیل هم باید مهر... بله، با مهربانی بله، عمل کنیم بسیار به شکل ساده این رقم کشتی واره شد چک نیست خب خیره ببخشم خب عبید جان امره یک قاشق بیگی کسی کشه خدا کنه که یک چیز مناسب تر آماده بکنیم جان بیار استاد تیه دیگه حال دیگه جواب استی خب خدا کنه که واقعا جواب فقط لباس و روارش کن نه لباس و روارش نکن استاد یک کار شد از پیش ببخشید بازم گوش کن گوز از یاد کنم گلش کن بسیار رایی نیکی هایت هست که بر من میکنی ابی جان لندش کن ببخشید نینا ما را کی گفتم یه آشپز خانه آشپز خانه بله خب ابی جان متوجهش باش که نسوزه تا وقت من دیگرش جور نکنم خاطر پنجام دیگم استاد این چیز اکا هم هست یک قسم مخون آیده هستم این چیز اکا هم هست به خیلی استفاده میشه از این بله استفاده میشه میتونی استفاده بکنی در وقت خیلی نه میگم استاد که اون لایق نیست اجزا نه باید از زردویش استفاده بکنی بیا بیب جان دیگه این حالا این مسئولیت شبیه خودم پخته کردیم بیا ببینم که چی کردی خواه فکر کنم اینم چند تا دیگه هم بکشیم باز بریم دیگه با طرف استودیو اینم قدر که ببریم کفایت میکنه اول استاد از درجه چند باید بکشیم از درجه یک بعد از دو بعد از اون تو میتونی نظر به اما حبیب جان ایره در دادی بخیر یک تایش در دادگی بخوری چی بخوری او بیا دیگه ولی ماشین هاش هم خمیر قبول ندارم
خب دیگه کار خود تصویب جان، بینده های عزیز توسی داریش آماده شده است. زمان که شما پخته میکردین کوشش کنیم که خمیره بیشتر بارین که دم بکشد، چون ما فرصت نداشتیم. میمانای عزیز ما منتظر بودن، ما قدر اجازه ندادیم که خمیر برسه زودتر و شما میتونیم که کم اجازه بتونیم که خمیر خوب برسه، بخاطر که باز این پخونه یکایی که میکنه ای بسیار زیاد میشه و همون تو مقبول تر هم میاد. بریم طرف عبیب جان که عبیب جان چیگولا را باوده. خب ببینیم که عبیب جان چی که آماده است. آماده است؟ ببینیم خریب خرابکاری نکرد. واو آفرین، بسیار خوب. بله بله کن از خمیری که خودت کشیده بودی که در آز رو عبیب جان واقعا کارت آلیست. خب ببینیم دیگه ای را همون تو کلشه دارم میتیم سیست؟ کوشش کو خی بدگیش اقدام بکنی. عبیب جان دیگه کدام روز که مقصد ساتیری دلت میشه باز آشپزخانه میینی؟ ما فکر کنم که اگر جان ببینم ایره که چقدر بله عبیب جان او دسپخت تو است و این دسپخت ما رو باید ببینید. بله بله واقعا چی یک خوشمزه. از کامرمن عزیز ما میخوایم که هیچ نمیتونم از خود ما گوش فیل که ما پخته کردیم میرم زوم بکنم. بله بله ها خواهد جا مواده که استفاده میشه بوره خوب زیاد نید قدر ضرورت ندارد که خوشتان میاد. بس سعید جان بسیار زیادش ساختی. پستش امی میمانای ما خوش داره. خودت خوش داری یا که میمانا؟ خب ببینم باز دیگه بخیر. ایلا دبایی نشان داختم ایلا شکو با عبیب جان سعی کنین ای استاد چیه؟ یک کمک ایلا اضافه میکنم عبیب جان اضافه نکنم بینده های عزیز عبیب جان یک کمک که توشون گوش نست به او خاطر بسیار زیاد اضافه کرد سر شو بسیار یاره هر چی کنن خود خیر نه بچه هم لایق هستن ما تلاش خب بینده های عزیز یک دفعه از کامرمن عزیز ما میخوام چون که ما نمیخوایم سلیقه ما زیر سوال بره. ایره ما آماده کردیم بسیار خوب شما آماده کردیم با این مطبخی ها را که میبینیم ایره عبیب جان زاره کفک ساخت به هر صورتش بریم به طرف استودیو که میمان هم آمده استان جان و وسیله جان هم انتظار ما را دارن و ببینیم نظریاتشون رو درباره آشپزی که امروز کردیم. برای شما اجزا همچنان عید خوش خوان هستیم. بخیر روزتان خوش و وقتتان بخیر. اگر وسیله جان گفتم خوش داشت بنده های عزیز سلامت باشین که ما را همراهی کردین. شما را به خدای یکتا بسپاریم. میریم طرف استودیو. بسیار تشکر از نظیره جان عبیب جان که یک شیرینی به نام آماده ساختن. نمیفهم که چی نه و گوش فیل بود رستم جان و بوران دیگه تا که عبیب تانست سرش انداخت گفت که میمانای ما خوش داره. از میمانای ما پرسان کردیم که چقدر بوره را خوش داره. بله عبیب جان حتما شیرینی رو دیگه زیاد خوش داره بوره را به من خاطر دیگه زیاد سرش بوره انداخت. ولی بسیره جان ما همیشه گوش فیل که خوردیم یک دیزاینه که دیگه داره متفاوتر است. گرد گرد بود یک رقم دیگه متفاوت بود. ما از رقمش نخورده بودم. حتما دیگه حبیب جان و نظیره جان خلاقیت کردن و خواستن که یک چیز نو آماده بسازن. باش که اگه از اون استودیو تا این استودیو رسید ببینیم که مزهش چی رقم از خوارش خب گوش فیل نمیمونه مزهش میمونه. یعنی خب وقفه میگیریم قدر مولیدون که دا سهرشان پا دوام که پاعت شای میلمان للزان سر لرو استاس ملتی هم پر. با ادامه ویژه برنامه صبح و زندگی با مناسبت عید سعید فطر باز هم خوش آمدین. خدا کنه که روز دوم عید سعید فطر را بخیر و بخوبی آغاز کرده باشین و هموطنان عزیز ما که تصمیم دارن امروز خانه اقارب و دوستایشان برن انشالله که مهمانی های خوب و خوش را همه شما عزیزا تجربه بکنین. در این لحظات برنامه باز هم مهمان های بسیار عزیز با ما هستن. امروزشان صحبت های ایدی می داشته باشیم که مهمان اول ما بانو همیرا رحیمی فعال مدنی هستن و همچنان کرشمه جان ایوبی ژورنالیست که همین لحظه در استودیوی صبح زندگی در کنار ما هستن. مهمان های عزیز سلام و صبح شما بخیر. بسیار خوش آمدین و عید سعید فطر به شما مبارک باد میگم. سلامت باشی رستان جان، همچنان صبح خودت بخیر، عیدت مبارک و از طریق تلویزیون شما عید به تمام بیننده های عزیز کمی کنون ما تماشا میکند تبریک و تهنیت عرض میدارم. انشاءالله که یک عید خوش از سپری کرده باشم. تشکر سلام. و کرشمه جان عید شما مبارک. تشکر رستان جان، سلام به خودت، سلام به وسیله جان نازنین. تشکر کرشمه جان، انشاءالله که خوب باشین. بسیار خوشحال هستم که
بازم با شما هستم و سلام به تمام عزیزانی که ما را می‌بینن. عیدشان مبارک، هر جای هستن جور سعادت مند باشین. سلامت باشین. شکر، خوشحال هستم که امروز تشریف آوردن. کرشما جان، همایرا جان و عیدم برای هر دوی شما مبارک میگم. میتونن که از چای استفاده کنن و یکی از شیرینی‌های نایاب که همکاران ما آماده ساختن میتونن از اون هم استفاده کنن. خب رستم جان، میشه که اوره بسیرا جان در تعارف کردن یک ذره تنبل ما تعارف بکنم. خب البته پیش از اینکه به میمونای ما پیش بکنم، این گوشه فیل به گفته همکارای ما دیگه حبیب جان و نظیره جان آماده کردن. من نمیفهمم که بینندای ما از این رقم خوردن تا حال یا نه، ولی خوشمزه معلوم میشه واقعا، اما نمیفهمم که شکلش یکمک کج و کور آمده دیگه. بله، کیفیت شما از مزهش. آه بله، شما اگه دوست داشته باشین امتحان بکنین. باز ببینیم که مزهش اصلا شیرینی نمیخورم، خیلی از کمک میگیرم. این شکلش ما هیچ نخوردیم، میره اولین بار است میبینم. نمیفهمید چرا قمش گیره، نمیفهم چی به نام ماله. والا مزهش خوب است، مزهش خوب است. مزهش خوب است. خواه خواه. برو خوب است خیلی. شکم سیر میشه در حالت گشنگی چاره میشه. بله بله. باز نامش از نظیره جان و حبیب جان پرسان میکنیم که چی بانیم نامشه. حبیب جان و نظیره جان دیگه فعلا شدیدن تحقیق میکنن بالای از اینکه یک نام مناسب برزی پیدا بکنن. بله، ما هم کمکشان میکنیم تا آخر برنامه. کرشما جان، بر ما بگوین که روز اول عید بر شما چطور سپری شد و امروز که دوم عید هست تصمیم دارین کجا برین بخیر بعد از اینکه از برنامه برامده؟ تشکر رستم جان. والا دیروز از نظر من دیگه بهترین روز بر من بود، چون کنار فامیلم بودم. خوشبختانه چون در ماه مبارک رمضان مصروف کارایم بودم، هیچ نمیشد که امروی فامیل با شما چند لحظه یعنی خدمت شان کنم. دیروز خوشبختانه کنار فامیل عزیزم بودم، مهمان هم داشتیم و همه قدر تانستم که چاشت برشان بسیار قابلی مزدار آماده بسازم. دیگه امروز هم با شما هستم. بعد از این دیگه که از آریانا برامونم، باز ببینم که کجا میشه، یا پیش دوستا بریم یا بعدی در نقاره. آها، دیروز گفتین میمان بودین یا میمان داشتین؟ نه، میمان داشتیم. خواه، امروز دیگه حتما میخوای جای مهمان باشیم. طبیعی است دیگه، روز اولی در خواستیم مهماندار باشیم، روز دو میده میخوای مهمان شویم. خوب است کرشما جان، در پالوی از اینکه کار میکنه آشپزی رو میاد داره، بیشتر از دختر خانمایی که بیرون از خانه کار میکنن قدر باز آشپزی لایق نیستن. نه بسیرا جان، میگن خوشبختانه بگیم، درست است که پارسال ما قدر با آشپزی علاقه من نبودم، اما امسال خوب است که خیلی علاقه مندی پیدا کردم و یاد دارم. شکر، تعریف نمیکنم که والا کل غذار یاد دارم، اما اندازه که خودم یاد دارم و بهتر پخته کردم میتونم و رضایت فامیل ما گرفته هم قدر میتونم. ولی ما به عظمی نقدتان بالای گوش فیل احساس کردم که در پخته کردن شیرنی ها نسبت به تندی خوبتر هستین. بله، ما کیک میتونم آماده کنم، شیر پیره را بسیار دوست دارم و آماده میکنم، اما گوش فیل بسیار کم دیگه. در خانه مادر جان ما آماده میسازه، ما انجام نمیتونم، چون همیشه همین بعضی شیرینی‌هایی که مادرم خوش داره خودش آماده میسازه. مثلا دینشب خمیر کلچه را کرد، من خودم پخته کردم در 12 بجه شب. شب اولی در برتان پسکم. خمیر نقشو اصلی را داره خب من نبودم دیگه، من بیرون بودم، نشد باز، فقط هم قدر تانستم گفتم خیلی بیاد تو خمه شکلی و پختنش هم میکنم. خوب است، هم قدر هم که کمکن. همایرا جان، چطور گذشت روز اول عید و چی تصمیم داری به خیر امروز؟ روز اولی اتفاقا دیگه همیشه کنار فامیل بودیم، می باشیم با فامیلی تجلیل کردیم. دیگه دوی میید که خوشبختانه میمان برنامه شما بودیم. بعد از برنامه دیگه تصمیم داریم دیدن فامیلا و دوستا بریم. دیگه عید خوب بود نسبتا. بسیار خوب. و چطور بود گوشفیل؟ خوب بود. یکم بسیار جان دیگه هیچ پشت گوشفیل اعلام نمیکنم. ما هم استفاده میکنم حتما. خیلی توی یک لغمه بخواه. بخیر، خوب است که یک رقم دل نادل گفتی بسیار که ما هم استفاده میکنم. نه نه، نوش جان که استفاده نکنم. حبیب جان و نظیره جان آماده کردن، حتما نوش جان زحمت کشیدن. دستشان درد نکنم. خدا برام دیگه حبیب که تا که دانسته بورن. نه، قدر شیرین نیست بس. خواسته اگه کمبودی هایش توسط بوره رفت بساز به اون خاطر زیاد خوب است مزیش. همایرا جان، شما چطور هستین آشپزی؟ من اتفاقا زیادتر مصروف وظیفه و کار می باشم، زیاد وقت به آشپزی نمی داشته باشم، اما دوست دارم، آشپزی یاد دارم، می کنم بعضی وقتا رخصت که می باشم آشپزی میکنم. چی چیزا رو پخته کردم میتونین؟ تخم مرغ؟ نه دیگه، او رو خانه گیری دارم. یا ما هرچای هم بسیار خوب کردم میتونین. غذای معمولی همیشه که میخوریم در فامیل
هرچی باشه. بسیار خوب، بسیار خوب. از این بر ما بگوین که دوست دارین در اید ایدی جمع کنین یا هم ایدی بتین بر کسه؟ وقت طفل بودیم ایدی جمع میکردیم، دوست داشتیم، اما نسبت به خود ما خورترک ها زیاد هستن، توقعشان زیاد است که ایدی برشان بتیم. دیگه دوست داریم ایدی هم بگیریم. ما و بسیر از جانم خودمی سن سال دوست داریم ایدی بگیریم. ایدی گرفتن واقعا لذت خاص خودم دار. ما زیاد خورترک میکنه مردی. خیمه خب بیخی خورترک تا نسل. خب نه دیگه، امروز شما میمان ماستین، ما بر شما ایدی میدیم. البته پول نمیدیم یا میدی میشه میتونه از میوه خوشکم استفاده کنیم. از دوست هر چی آید نیکوز ما. گیم هم برایتان بازی میکنیم، اگر برنده شدن خواهی ایدی برتان میدیم. امو جایزه گیم دیگه ایدی میموشه، اگر نشدن امو جزایی که برتان تایی میشه و ایدی ما میدیم. بسیر جان، من از میمانای ما یک سوال دارم. معمولا در شبای اید بخصوص دختر خانم ها و خانم ها دوست دارن که خینه بکنن دستای خود و یکی از رسم و رواج و عنانات دیرینه افغانستان است. ما که متوجه شدیم هر دو مهمان ما خینه نکردن. ما یک چیز بگویم رستم جان، ما خینه رو بسیار دوست دارم. باش که نمیفهم بسیره جان خود دیدینی بلا. رنگش مانده. ما پیش از این خینه کردم، اما مصروف کارهای خانه شدیم رنگ خینه ایم رفت، چون ما بسیار دوست دارم، همیشه میخوایم خینه در دستم باشه. باز بعضی کسا میگن عروسی خونه است که تو هر دقیقه خینه در دست است. ما گفتم بخاطر که بسیار دوست دارم، یک بسته خریدیم در خانه، هر وقت که خینه رفت از دستم باز دوباره خینه میکنم. بسیار دید دیگه نشد. حتما از او خینه بدل یک بسته خریدیم، رنگ زود رفت. سابقه که بود دیگه تا یک ماه دو ماه ایش رنگ از اون نمیره. کرشمه جان قابل است نش قدر که کار خانه رو زیاد کنی، اما قدر زودتر رنگش میره. شستشو زیاد دارد من. 100%. اگه هیچ کار خانه نکنی، قرار در خانه بشینی، بس او که دو ماه نیکه تا سه ماه از دستت نمیره. مشکلی است اینا دیگه، کار خانه داشته باش پس نمیره. من اتفاقا خینه دوست دارم، اما چون که مصروف کار خانه بودیم و مصروف مهمانداری چیزا، باز نتونستم استفاده کنم. به او خاطر اقدار علاقه‌مندی زیادم ندارم به خینه، دوست دارم. بسیار خوب، بسیار خوب. ولی خوب است یک شوق است. یک شوق، یک همشیرگه کنم از خورده است، بسیار علاقه داره. باز ما نرخواده نداریم. من خینه کنم فقط یک ساعت بعدش دل ما میزنم. باز طرف دستم سعی میکنم خدایی ره چطور کنم که با کنم. با اون خاطر دیگه هیچ خینه نمیکنم. آها خیر، از باز هر وقت خواستین که خینه بکنین بسیره جان هست دیگه در خدمتتان. هم تو دیزاین های مختلف یاد دار. اگر میخواین مثل گوشفیل بیاین نزیره جان شد شد، اما تو خینه میکنم. قدر نزیره جان امروز گفتین گوشفیل خیر است. زن گوشفیل برشان نقش بر تو یادگاری باشه. نه مزیش خوب است، خیر است کال شک داشت فرق میکنه. دستشان درد نکنه. اتصال آماده کنن. او فرق نمیکنه، مقصد نامش مهم است. اما دیگه ما زار میتیم نزیره جان. آل نزیره جان براستی نشی که از دو استودیو بیایید جده جان ما. بعد از برنامه دیگه منتظر تازدم پیشتر. نبیب جانم منتظر خود. خب بسیره جان، در این لحظات چی نظر داری که همراه مهمانای ما یک گیم بازی بکنیم که امروز عید مهمانای ما خوب سپری شود و هم از بیننده‌های عزیز ما که از دیدن این بخش برنامه لذت ببرن؟ آماده هستین مهمانای عزیز؟ ما برتان گیم تشریح میکنم. انشالله که یک گیم خوب باشه. گیم بسیار خوب است. در اکتنگ چطور هستین؟ خوب هستیم. مثلا چی رقم اکتن؟ مثلا یک تمثیل باشه، چیز را مثلا بدون از اینکه از زبانتان، از زبان گفتاری استفاده بکنین، از زبان اشاره‌ای استفاده بکنین. چطور است این دقیق قسمت؟ والا نمیفهم، خیر از کوشش خدا میکنیم. یا از لحاظ بادی لنگویج زیاد تفش شده که به یک محفل رفته باشی، پس آمده باشی، قلاغ یک کسی را گرفته باشی که فلانه نفر اینه تو بود. این خواهد من، اصلا یک چیز خوش شده. این از من کلش و جان یاد دار. والا او تو اتفاق افتاده که مثلا... او که اتفاق افتیده آلا. خلاص دیگه، پس وجود شرایط از این گیم میشه. خوش و جان میشه. بازی اول میخوایم از همیرا جان شروع بکنیم و بعد از او باز بازی دوم از از کرشمه، اول از کرشمه جان و بعدا از همیرا جان. خب ما کلمه‌ای که در اینجا نوشته است برای همیرا جان نشان میتونم. بله، و همیرا جان اکتش هم میکنن، تمثیلش هم میکنن و باید همیرا جان بفهمن که شما تمثیل چی را میکنین و این کلمه را من تمثیل میکنم، اینا بیان کنم. نینی من گفتم که کرشمه جان تمثیل بکنم. خب کرشمه تمثیل میکنه دیگه.
خب باز شما باز جان باز خودت میشه ورق بعدی را طرف خود دیدن هر دویشان خیلی تبدیلش میکنم تبدیل کو ولی یک کار دیگه کو او ربانم اونجا فقط برای همیرا جان نشان بده که چی اسپوت نشان بده البته که کرشمه نبیدن وقتی که همیرا جان دیدن باز کرشمه موقتش بازی کنه تا خب خیر فرق نمیکنه بسیار خوب تمثیل شکنین بدون از اینکه بدون از اینکه چیزی بگوین برای کرشمه جان تمثیل کنین که اینو بفهمن نه خب ادامه کنیم یکم دیگه هم کوشش کنیم ولی این مشکل است نه 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 بسیار آسان است بسیار آسان است مقصد هدف برسانین که کرشمه جان بفهمن خب گرمیم کده پکر روشن کن آفرین بله بله این بسیار خوبه دمی چقدر عکت گرمی را خوبه خود عکت کردن خوب خوب بود و مایرا جان ولی ببینیم که کرشمه چطور است عکت کردن خب میز نه مقصد بلند است خو گردام است خو نه گپ نزن دیگه فقط عکس شما یگان دفعه شاید که داخل خانه میشین اعصابتان خراب شوه و مجبور هستین که از این وسیله استفاده کنین خستم جارو خراسید خستگی چرفت نداره کامل نشد خو یک دفعه دیگه هم کرشمه جان بدیم برش کرشمه جان من هم فهم این همیش خوصایی اون همیش نقش اصلی را دخول یکی بلکنده را بخیر قصد بشن خواهد قبلا نزدیک شده بودی به جواب یکم دیگه هم کوشش کنین پیدا میکنین به خانه رب داره دیگه بله به خانه جواب تقریبا 80% گفتین یک دفعه دیگه هم یک کمک سیز بلند است گپ نده بسیار واضح بود دیگه از این که من فکر میکنم واضح تر نمیشه آشپزی نه خیر به جواب قبلی تو نزدیک بودین جارو برقی؟ یک سال با جواب داد جارو برقی گرد است نیست؟ خب ما جاروی دستکی بود خیره دیگه خب در این هر دو مهمان ما بسیار خوب تمثیل کردن در این دو کلمه که برشان گفتیم حالا میریم به طرف کلمه بعدی وقتتان شروع شد خب تلفن زنگ میزنم پس قطع کنم؟ نه نزدیک هستی امورا چیز شبگو اصل شبگو مسکال بودی؟ دقیقا بسیار خوب بسیار خوب زود پیدا کردین و شما بسیار خوب اکتین کردین منتو از کاغذ استفاده کردین اونمو یک نقل بسیار کلان بود با کرشمه جان دوست داشت ولی ما کرشمه یک کمک دگام میکنیم که کدام کلمه رو میخوای نقش امی خوب است خوب سخت نباشه مقصد که من بفهمم خب بریم برم خانه تکانی بسیار خوب و بعدی و اکتنگ کرشمه جانم خوب خواب کنم نه در تخت خواب خواب کنم بله تخت خواب از دیگه تخت خواب بسیار خوب و باقی مانده یکی دیگه هم که برابر شود دو طرف خب او یک تخت خواب بود او را دیگه عدویشان نه تخت خواب خوال بود خوب از خواهی ادامه میتیم رستم جان ادامه میتیم یا همه قدر بس است خب پرودوسر میگه خب بس است دیگه من فکر میکنم ورقه های ما هم خلاص شد دیگه باز دیگه مجبور از دلم بگویم بسیار زیاد تشکر از اینکه در این بخش برنامه با ما گیم بازی کردین تشریف آوردین دیگه اینال پیشتر از ایدی هم یاد کردیم گفتیم که ما و بصیره جان ایدی گرفتن از یاد دوست داریم اینال بر ما میشه که دیگه
هم دسکالایت را بیارین لطف کنیم. ایدی بتن برنده شده ایدیم. ما برنده شده ایدیم. ما برنده شده ایدیم. شما گفتین برنده شده ایدیم ایدیم. داریم اینجا ایدیم. بتن برشان ایدیم بسیده جم. بله. قراکشی است من. قراکشی است. برو خیر است. خیر ما برشما ایدیم ایدیم ایبار. البته او ایدیتان خودتان انتخاب میکنیم که چقدر میخواین بگیرین. هر کاغذ که برداشت. چانس از دیگر چی که برامد. دبین از این ظرف یک مقدار پول است و در کنار از اینکه یک مقدار پول است کاغذ ها هم است و در بین از این کاغذ ها نشته است که چی مقدار پول از این میتونین شما بگیرین. هر کدامشه که بر شما امو کاغذ نوشته شده بود اونمو مقدار پول ما بر شما میتیم. البته جایزی گیمتان است دیگه. خب بفرمین باش کول ما بازش کنم شما بگیرین. بله بازش کن همیرا جان ببینیم تالی قسمت کرشمه جان درش بوده این پیسه رو نه خواهش میکنم دیگه 20 افغانی ایدی خب 20 افغانی از شما چند؟ 50 افغانی آه نه فکر شما زنگر زیاد گرفتیدی ما قبول ندارو بسیار خوب است دهی قیمتی کم ما و کرم شما ایدی شما و دهی البته در بین از این کاغذ ها زیاد هم هست مقدارای زیاد هم هست که یگان خوش شانس میشه که اون کاغذ رو بگیرم من انتخاب کنم نه دیگه یک بار چانس دارم تشکر خواهش میکنم ایره دیگه بازما و بسیره جان امضا میکنیم یادگاری پشتان نگاه کنیم به خاطر نمیشه چیزای زیاد بخرین خب رستم میخوای که امضا کنه تا نتونن مصرف کرده اصلا چک میتا دیگه خب بسیار زیاد تشکر میکنم از حضور شما در برنامه از این فرصت دادین به برنامه صبح زندگی و وقتتان بر ما دادین واقعا خوش گذشت و امیدوار هستم که روز دومیده هم بخیر و بخوبی سپری بکنین جایی باشم. که مهمانی نرفتین برین بخیر مهمانی امروز چاشت غذای مزه‌دار نوش جان بکنین اگر گفتنی باقی مانده باشه از شما با کسایی که تال نتونستین ببینین نشان یا هم از نزدیک دیده نمیتونین نشان کمری برنامه در خدمت شما بازم تشکر از برنامه خوبتان که ما رو دعوت کردین دوستایی که فعلا خارج از کشور به سر میبرن بر از اونا میدیره تبریکی میگم انشاءالله که جور صحتمند باشن دیگه گفتنی خواسته ندارم جور صحتمند باشن سلامت باشن و کرشمه جان تشکر رستم جان بسیره جان از اینکه دعوت ما کردن واقعا برنامه خیلی عالی بود بسیار خوش گذشت من هم ایده به تمام عزیزایی که دیده نمیتونم شان تبریک میگم خفه نشین دیگه چون ما مصروف وظیفه میباشیم هر جای هستین جور صحتمند باشین اید بر همتون مبارک باشه خفه شوید نس کرشمه جان که میتونن نیم ساعتم روزای اید رخصت از میتونن برن بدیدنشون خوب خیر باشه میریم البته شوخی کردم بسیار تشکر کرشمه جان همیرا جان سلامت خوشحال شدیم که شما را دیدیم و انشاءالله که اید خوب و خوش داشته باشین همچنان و رستم جان چی نظر داری که بریم یک دفعه به طرف حفیظ جان دیروز در شروعی برنامه داشته باشیم امروز بیخی فراموش کردیم حفیظ جان منتظر ما از بسیره جان امروز رفته حفیظ که میوه خوش خریداری بکنه و از نرخش بر ما شما معلومات بده البته حفیظ چون روز اول بسیار زیاد مصروف بود نتونست که آمادگی بهتر بگیره بعید و مصروف بود امروز فرصت پیدا کرده خوشبختانه هم بر ما گزارش تهیه کرده و هم بر خودش میوه خوش خریداری کرده که یکی از رسم و رواج های دیدنی مردم افغانستان است پس با هم میبینیم و برمیگردیم به نام خداوند مهربان هموطنهای عزیز بیننده های خوب شبکه جهانی آریانا وطندارایی که ویژه برنامه صبح و زندگی را این می لحظه تماشا میکنین سلام برتان برسه وقت هم شما بخیر باشه عید سعید فطرم از صمیم قلب برای تک تک شما نازنینایی که همیشه گزارش های ما را بیننده هستین تبریک میگم و امیدوار هستم که یک عید خوب و خوش در پیش رو داشته باشین این دیگه به خیریدم رسید کسایی که به صبرانه منتظرش بودن که باید رمضان تمام شود به خاطر از اینکه رمضان هم خاطرات زیاد ما و شما از رمضان هم داریم که من مطمئن هستم هیچ وقت فراموش شما نمیشه خب ما آمدیم به پل باغ عمومی پل باغ عمومی امروز می خواهیم که از بازار میوه خوش بر شما گزارش داشته باشم ببینیم که حال خیلی شد معاشره دادن ندادن پس انداز کرده بودین نکرده بودین پیسه داشتین نداشتین بی پیسگی از یک طرف یک لست میتن بیادر 6 متر از خانه که بیادر بریره بخر خب به هر صورتش میخواییم که از بازار میوه خشک بر شما امروز گزارش داشته باشم شما هم این گزارش ها بینیده باشین بیاییم که بریم یادم این رقم
بخوی از بخوی از من نمیفهم کتنی لالا گپ میزنی. چطور هستی؟ جان اگه جور هست؟ جان جور هست. بخیر هستی؟ شکر هست. باش که اتو شوه یا اتو شوه کی پای؟ هر کسی که دلت هست. خب چی گپ هست؟ قرار و قرار یارامی. چطور بود خوب بود اگه دیگه دمی روزای آخری یکمه که جنجالا زیاد بود اگه کشالت کده بخیر باشی قربانت اول خویدت مبارک اید تو هم پیش از پیش مبارک قربانت دیگه تمام هم شهری ها مبارک بشک بخیر باشی چطور بود؟ حالا یک پنج روز در روز که برای اید بانه برای چی اید قربان چی در رمضان امی بازار میوه خوش داد گرم میباشه از شما چی رقم بود امسا؟ پیش از او خودقدر بازار صحیح نبود اگر دمی چند روز پنج روز که مانده بود که تا فعلا خوب بازار است یعنی یک چیزی دگیر تو آمد؟ بطن شکر است باز حسابی را باز از این که خلاص شد بخیر حسابی میکنه بچه حالا دیگه معلوم نیست که چه قامده ها؟ فعلا معلوم نیست دیگه تو تخمینی خود اگه در فکرکت گرفتی که یک چیز اک آمده؟ نه دیگه تخمینی چه رقم پیش بینی کنی دیگه پیش بینی رو غیرم خداوند میفهمه که پیش بینیش چقدر بیاید ما یک آن وقت همین ترکاری فروش ها کسایی که بانجان رو میسودا میکنه کسایی که بامی او یا میگم که چطور است حال چقدر سودا کردی چقدر مانده باز میگه تا وقتی که خلاص نشه معلوم نمیشه که چقدر مانده اون دیگه که حالا جنس خلاص شوه باز امو دسمایه جدا شوه فایدهش میمونه در آخر که بچه فلم چقدر شده است باشه قربان بسیار تشکر خب برای ما بگو قیمت ها چی رقم شده از همین یک سر دانه دانه بگو کمی دل کل اگه جمع شوه کسایی که اگه قیمت خریده ارزان بود جگرخون نشین به خاطر که بازار از تا بالا میشه کسایی که نخریده دیگه آلام سر وقت از بخرن ها قیمتا مون نرخ جور آمد فیکسش دیگه چهارمغز 600 میه چهارمغز کجاست 600 میه چهارمغز دیگه از همین خود افغانستان است دیگه از پنشیر میه غربن میه جبل سراج از این منطقه میه خب همین بهترین چهارمغز 600 است بهترین چهارمغز که با سفید خوبش باشه مثلا چهارمغز پغمان 7500 800 است اونو این چیز است 1500 از کده بالا 1500 بالا نسبت به سفیدیش گل مخ درجه قیمتش هم بلند میره کلاگ عبدم سفیدی است نه حالا خب کلاگ هم سفید خوش داره بله آره کلی که جنس خوش داره ما خو یک ذره یک گندمی است من نمیفهم دیگه اون نفر دیگه بیخی از گندمی تیر شده بود طرف بالا همین هفته ها بیخی از گندمی هم بالا برده بله هفته ها خوب بسیار زیاد فست اگه دمی رو داره قدر تاثیر میکنه خوب صحیح خیر باش قربان خب چهار مغز از 600 هم چهار مغز اقتصادی دیگه اقتصادی 600 هست بادام چند رقم از این بازار؟ بادام در بازار تاشقرغانی اول میه که نیم بادام هست همون 900 میه نرخوندش بازینی بادام ها 600 میه بادام های امریکایی 7500 نرخش هست یعنی چند رقم از دیگه چند رقم یعنی که از چند هست این کجایی هست؟ بادام های تاشقرغانی میگه نه شکربایی یا 900 900 بله ها والا بسیار قیمت است. ولی قیمت اما تو بود یا دمی روزای تقریبا یک سال میشه که همین قیمت ها فکس مانده است. تا بالا خونم. ایش تا بالا. پسته چند شده؟ پسته 900. پسته و کاجو دم یک ردیف است. پسته و کاجو در یک ردیف است. یک ردیف است بله. پسته و کاجو در یک ردیف است. باز کدامش خوبه؟ بچه‌اش دیگه پسته خیلی فعلا خوبه از 900 900 میه. پسته شور دیگه. پسته شور یا لیمویی یا ساده کلش هم مکمل بازار که ما نسبت آن از مندهی کده جنس ما تقریبا 20 روپه ارزان تر است چرا که مشتری بعد ضرورت قسمی که میبینیم هم اقتصاد ضعیف است اگر بمو و از اقتصاد مردم جور شده ما قربان بخیر باشی چهار مغز کت بادام و خب باش که یک چند آنه یک شانه خورد افتید در زمین پسته و چهار مغز بادام پرسان کردیم این حال یک سه چهار تایش میریم از اوست پرسان میکنیم همیشه که بیادر یه آدم کلوش از دل خود بگویم ما همیش خبر نه که گپ چی رقم هست بله حتما چرا نه پرسان بخیر باشی روزایی ده خوب خوش داشته باشی بخیر باشی هم شما شکر که جور هستی خوب است که قلم سرمایه داری در این وضعیت و دیگه گپی که همین کپکار کی جمان دیگه زیاد مقبول ساخته پرو باغ میم سال مقبول خو ساخت من جای یک ذره خیلی تنگ شده است و دیگه همی دیگه شنه میگم برو باشه برو این بین ما تو باشه آه او باشه که چی گپ از در بین بزرد داشت بخیر باشی قربان میشم تو خوشخوی باشی
رپا بیخی صد افکس بیخی صد افکس ایزی کم نیست نه دیگم یک دار رپا ایدی میتنی دار رپا والله میار خلطی از این دار رپا میمونم دار رپا میمونم آه دیگه جای 120 مفروشه ما صد رپا به خاطر اگه میفهم اقتصاد مردم که ضعیف است فایده نمیگیریم آلو بدر این سیمیان هست نیست که الله خانه اگه دفعه باز کنم که کدام چیز دیگر را صد رپا خریدم نه نه سیمیان هست بزمانت است بیخی بزمواری همه تر یک رقم دیگر خو سیمیان خو سابق ما بلد بوده این اینی سیمیان هست سعید این یا از این چیسه این کس یک چنچور است چنچور؟ چنچور چنچور است یک چنچور او بدر این چنچورش هم حالا چی هست چنچور است که هم از این لبینش چی داره؟ لبینش هزار دو وطنی است همه یه چهار در پخته میکنن خب مگم دیگه چیزو در مینش مساله ای که پشت داره تغییر داره این همیجا جور میکنن یا این کلش وطنی است آه شرکت کلستر در این وطن خودمو جور میکنن به شکت است والا این چی است مزار شریف این کلاغک است کلاغک؟ کلاغک کلاغک چند است؟ کلاغک کلش یک به اسم صد سال خب فرق نمیکنم من تو شاید فرق کنم نه فرق ندارم کلش یک به اسم سیمیان چنچور کلاغک چپسک ایچی از چپسک مایگک یا هم که تاج خروز تاج خروز نگه اگر چیزا رو داشتیم همه قبول همه قبول چیز دگی رو تا آمد دایید یا نه خوب از دیگه بد نیست خب برو الله شکر امید امی امی ما یکی گل گلزار میشم که تو را میبینم یا که گم وطن دیگه ما را که کارش میشه خیر ببینید خدا تو را خدا کنه من کمت نکنم گل امی وطن ما را یک آرام میشه کمی کل فامیلی خوش آرام زندگی یک وطن خوب خوش آرام شد بشکت اصلا بگم خداوند اونو دراز نصیبت بکنه در اول از بس که یک رقم هجانی شدیم همه اید هم برای تبرکی ندادیم اید خوش داشته باشه زنده باشی به خودتان تبریک باشه پیش از مردم ما کلان گفتنی داریم اونجا قلقه به مردم ما این گفتنی است که خوب خوش آرام باشن وطن ما یک سال آرامی بین کمی کل مردم هم یک زندگی خوش آرام داشته باشه که بس از خسته شدیم از اقا جنگ از اقا جنجال قزقه گپ خداوند کم نکنه زنده باشی قربانک چا بسیار تشکر تو باش کی دیگه ای باز میمونه چطور هستی خوب هستی و خیر سلام جان جورت حساب کامورک چند شده شده جا 5000 چند راین تقریبا تخمینی که بگوی تقریبا یک 20000 شده باشه 20000 آه همینجا که از همیا کار نکنیم اتنا زنگ رو نه دروز است از دروز است والا دروز 35000 قرارداد نداری آره کلش مال قیمتی است ما در به در کلی فایده میمونه سابق 120 سودا میمونه تمام میشه 150 مفروشی والا 140 تمام میشه 150 مفروشی خداوند کم تان نکنه یک چیز دیگه رو ببینین او طرف بیخی دیگه اما تو خرمن از بیخی دیگه خرمن از بیخی ها بیخی خرمن است ایرا ببینین که چی یک بوی خوش آینده داره والا هر بوی بوی دیگه جمع باشه همیشه همون تو بیاییم که 35000 بالا باشه خدا نشر مانید سر تشکر بخیر باشین تشکر بخیر باشین خب اونجا یک چند چیز دیگر هم پرسال میکنیم باز میریم بخیر طرف استودیو خب یک کمک این طرف آمده ایم هنوز هم در این پل باقومی هستیم آجی جان دیگه از امو رفیقای سابق است که ما گزارشای قبلی همراهش داشتیم همیشه که سر میوه خوش گپ میزنیم باز یک چکر خبر از این در پل باقومی حتما میگیریم امروز هم گفتیم چند دقیقه آخر کت آجی گپ بزنیم سلام آجی جان سلام برادر عزیز سلام خدا شما شکر پر الحمدلله جان که جور است شکر فضل شما خوب است سلام مبارک هم شما هم چنان برادر قناه تمام هموطنان ما مبارک بخیر باشید سلامت باشید بما در چند کلمه یک بگو که چطور بود امسال فروشات شما در قسمت میوه خوش والا برادر قن فروشات خو نسبت به قبلا نیز از اینکه مردم ناشار از بعضی از ناکوزیدن بگیرن یکم بودم این کاری که ما شما دیده بودیم یا میکردیم ما کار فیلن هیچ خبر ایز گردم یعنی ببینید شما ما از او تودا کردیم به درده تبنگ ما خالی نشده از هر کنیم یک گلیدیم کلیه که فروختیم خوب از دیگه ناشکری هم نمیکنیم هرچی از دای پروردگار از نیست کار بار گردم خب خیر خیر دیگه حالا آمده دیگه آه دیگه چی بگویم چطور است؟ مردم خوردکی میخره یا کیلوگکی یا پوکی؟ ای تو برد گفته میتونم که نفری که دو کیلو میخره دار نیم کیلو میخره قدمان بای پرای صاحبه قمش نازیده قدمان نگه این نفری که توان داشت مثال میمد آقا جان یک کیلو کشمش چند رفت
تو اکیلو پسته چند کاری باید نمیکن میگو برادر طول کده برو این حال دار نیم تا جنجال نکنی اکیلو مومی منو میخرم که بخرم یک دای جای باید میماد یک نفر خوش رو من میخرم خب ما چند چیز جا پرسان کردم پستر پرسان کردم بادام پرسان کردم چهارمغز پرسان کردم امی کشمش خوبش فعلا دبا امی کشمش خوبش این هم خوبش از این خوبتر هم داریم چند رقم کشمش هست اما اقتصادیش چند است کیلو اقتصادیش تا 250 است 300 است کیلو و خوبترش تا 500 است یعنی کشمش هم برتن و باز کشمش سیاه چی رقم است سیاه خوب از همی 250 است خب سیاه هم 250 است امی بادام ما به پوست شپرسان کردیم پوزدارش هم دست پوزدار از 5 شروع تا 15 صد از 5 تا 15 تا 15 تا 2000 تا این میوه کلش میوه خود ماست دیگه از داخل وطن یک دم کل میوه که پیش ما میبینی یعنی بادام نمکی خارجی است دیگه مال خارج دیگه نداریم بس ایرانی است دیگه جای وطن خود ماست بله دیگه کلش از خود ما بله وطن خود ما این میده چی میگن این میده این قزن زردالو است بنام چپ نمک میگن برش چپ نمک چپ نمک بله این میده یک نفر گفت بسیار قیمت است اک فروشات ما موقعش 500 است کیلوه کیلوه یک سی روپا 25 روپا غریبی میکنه کیلوه سی روپا 25 باز ارزان ترش حتی تا 200 300 باز با در بخور نیست که اقتصاد سو با در بخیر باشید اینا کل چیز واضح شد دیگه تو کدام چیز نمونده کو راستی همینا خاطر نه یک ذره یک بچش میکنم نگه حالا خود کلگه به من بادام چو چارمه نه خود های وطنی خود ما شما که در تم خوبش دارم از این خوبش دارم نه خودش خوبش هست فعلا دسته ایست قرار داره اینا خدای خارج که معنی ایرانی است بیاد برادر اینا ایرانی است اینا قزاقی میگن به نام قزاقی میگن دیگه نمیفهم که از کجا میاد اونا فروشات بازار تا 200 است که ما خودمون 200 مفروشیم اینا تا 200 میگیم یا که 80 200 سودا میکنیم یعنی در سه رقم است دیگه آه نه خدا بعد کسی که اقتصاد ضعیف است اون ادبی خیا کنی اکت کنیم صدی هم است آیا کنیم صدی است خب ما فعلا نداریم ازو خب از بازار است کنیم صدی 180 خو است از 180 این اکسیری 180 است اون دیگه اش که بعد از یک بالاتر رقمی است او بیاد را این دسته سده است اون رقمی یعنی کیفیتش بالا قیمت آلما شما کجا خریده میتونید گپ هم اینجاست چاکلیت بود یک رو در 400 رسید چی شده همی چاکلیت فروش اینجا است آه قیمت فروش هست این قیمت فروش هست آه بسیار کجا آلما آدم برشید میرم خب همی یک نفر که بیا یک کمک میوه بخر اقتصادی برام یک فامیل بود ده نفری یا هشت نفری خب برای خودشان نه بر دسترخوان چه قمیش این مصرف هم؟ والا بیادر از بازار به بالا بکشه هزار ها تا هزار امکان دارم که یعنی همون نیم نیم کیلو دیگه یک نیم کیلو 250 نال پس خو نیم کیلوش 4 نیم تفرق میشن پس نیم خوبش یعنی کم یک هزار هم خو میتوارم مجبوری خوالی یک بابان تن بمی بگو بیادر من ندارم قیچی تو کنم بیم بیا کنو گذاران تام شد خیلی کن نداریم شکنیم سر زد تشکر برو با چیز نمانده پرسان کنم بادام و چارمغز که اونجا پرسان کرده برو بخیر باشی سلامت کار بارد برکت اید تام خوش باشه اید خوش داشته باشی قربان سر تشکر یک چیز دیگر که بگویم ایجا یک ذره نیم چادری هست ما مفتاد رنگ معلوم میشن دیگه خیر قبول کنین این این نفر رو چاکلیت فروش هم میگن بسیار قیمت فروش است من نفهم چی رقم است خیر است که این از اینی جگه بیاییم کل تصویر ما صحیح باشه کاکا چاکلیت خرید کاکا خریدی نقل نه خریدی چرا قیمت بود خدا ماشاءالله قیمت نبود چطوری بود سلام علیکم چرا کاکا قار کرد قیمتش بالا بود گفت توانم نمیرس رب خب حالا قدر بلند است والا بلند است که ما فکر کنیم کیلو یک 20 روپیه میگیریم که گپش 400 نقل شده که سرش بای میکنه مردم توان ندارن نمیرس زورش نمیگیره خب یک چیز دیگه را من بگو خب آل دینه من قدر چاکلیت یک آدم بیای خب مام که باشم را گمک میشم همی کدام از این رو من خوش کنم بخرم او خود اگر موش زوقا مختلف از دیگر که برشان اگر مکس گرفت مکس برش میدیم کسی که از دو تا خوش کرد دو تا برش میدیم دیگر که موش زوقا خودش بود برش میدیم خب ارزانترین چاکلیت کیلو چند است؟ ارزانترین چاکلیت ما 250 رو بر قیمتترینش؟ قیمتترینش تا 400 است اقتصادی ترش که هم بیادر یک کمک رنگ رخ داشته باشه سر دو سر خواهد 300 بکنه 300 پایین 300 پایین 300 تر چاکلیت بخری میوه از این چی تو میشه تو بیاد بیاد اینمی آدم خیره زگیر ما داد این ظالم هست نه؟ سو قیمت فروش آدم هستی یک کیلو چاکلیت 420 دو میکنه ظالم هست نیست نه حتما قیمت آمده برش نه با چاکلیت های ترکیه خوب میگیریم زیاد ما 20 رو با مفاد میگیریم زیاد نمیگیریم نه دروغ میگیریم خواه شوخی میکنن تشکر از کلتان در کاروبارتان برکت باشه
روزای عید خوب و خوش داشته باشید نه پیش خودتون همچنون بود بیا دیگه حالا خو آمده را مگه رد نیستین می رقم آمده دیگه اقتصاد ضعیف است یا نه زنگ خریده میتونی نه میتونی دین این ملک هستی دیگه هست ما خداوند یک اصول آرامی در وطن ما شما بیاره که یک عید خوش با کل وطنان خود به شک بگی یک یمت یک دوا از دلت کو بلند کنین کلتان دستایتان بود میجا خدا بزیان خداوند این ملت ما شما رو به زای فرصت آرام و مردم بسیار خوش و خندان یک عید خوش برای کل وطنان ما باشه عید خوش برای کل تبریک میگم شکر خیر باشه قربانتان تشکر از شما هم که بنده گزارش ما بودین روزای عید روزای عید هم تو بخوبی خوش سپری بکنید منتظر گزارش های دیگه هم باشین البته در روزای عید در برنامه صبح زندگی ما هم یک چند نفر را باید برم ببینیم شان که باز گلا میکنن بایدن از ما برم خدا حافظتان دیره مننه له حافظ جان څخه چې خیسته گزارشمون تاسو ته چمتو کړ او ومولیدل چې وچه میوه هم قیمت هم پورته شوی و او په دې ورسره کې اقتصادونه هم دومره ښه نه دي هغه اولیه هم چې موږ چمتو کړو خدای خو له هر څه نه مهمه رستم جان ده چې لاس ونیسو د یو چا چې په دې ورځو کې اقتصاد دومره ښه نه دی وچه میوه خو پرېږده حتی د خوراک لپاره څه نه لري زما په نظر مهم له هر څه نه ده چې اول له هغوی سره مرسته وکړو که سل فیصده زمونږ هغه مصرف کې که شل فیصده هغوی ته اختصاص ورکړو ډېر ښه کار به وشي بله وزیر جان خب امسال در کنار از اینکه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده و مردم مشکلات اقتصادی زیاد دارن متاسفانه قیمت مواد غذایی و بخصوص قیمت میوه خشک بسیار زیاد در آغاز عید افزایش پیدا کرده که مردم یعنی راحت نمیتونن میوه خشک خریداری بکنن ولی من فکر میکنم لازم نیست که از هر کدام میوه خشک در بازار هست ما خریداری بکنیم کافی است که چند رقمش هم داشته باشیم یعنی لازم نیست که مثل سالهای گذشته ما زیاد تلاش بکنیم که از هر رقمش داشته باشیم فقط خوب است که در فضای صمیمیت محبت و عشق روزهای خود را و لحظات عید خود را سپری بکنیم ارزشش به مراتب بالاتر از این است که ما به مادیات بیشتر فکر بکنیم ای که فضای محبت در خانواده باشه بین دوستا باشه بین خویشاوندان و اقارب ما باشه ارزشش از هر چیز که من فکر میکنم بالاتر است واقعا رستم جان معنویات اساس یک زندگی را تشکیل میده اگر در رسم و رواج باشه اگر در مناسبت های خاص باشه مهم معنویات ماست که ما باید بیشتر به اونا ارج بگذاریم خب در این قسمت برنامه هم دو مهمان بسیار عالی و گرانقدر را با خود داریم در خانم های بسیار موفقه که رستم جان معرفیشون میکنه بله امور رقم که بسیار جان هم گفت مهمان های عزیز ما فعالیت های مختلف در جامعه ما داشتن همیشه برنامه های مشخص داشتن جهت آگاهی مردم و ای که فعالیت های منحصر به فرد خودشان را منحص یک شهروند مسئول در مقابل هموطنانشان در جامعه انجام بدن مهمان های ما در برنامه امروز بانو رمزیه سعیدی فعال مدنی و همچنان بانو نرگس انصاری مربی فتنس هستند که همین لحظه در استودیو صبح و زندگی در کنار ما سلام و صبح شما بخیر عید شما مبارک باشه بسیار خوش آمدین به برنامه بسیار زیاد تشکر سلامت باشین در قدم نخست ما هم سلام های خدا با شما دو گوینده موفق برنامه و همچنان هموطنان عزیز ما تقدیم میکنم امیدوار هستم که عید را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشند و یک عید پر از عشق و محبت و صلح و دوستی داشته باشند سلامت باشین و نرگس جان شما هم خوش آمدین تشکر از شما سلام میگم به دو شما دو نفر و سلام. به بینندگان و به کسانی که روزه رو گرفتن بهشون روزه رو تبریک میگم سلامت باشین خب دیگه روزه سپری شد دیگه امروز مطمئنا همگی عید کردن و به روز دومی عید هست انشالله که برشان خوب و خوش سپری شده باشه و دیگه بهتر از بگویم استاد نرگس چون مربی فتنس هستن و شاگردای زیاد دارن در کلاب ورزشیشان و ورزش فتنس بالشان کار میکنن خوب است از شما آغاز بکنیم که روز اول عید را چطور سپری کردین و امروز اولین جایی که آمدین برنامه ما هست یا جای دیگه هم قبلا رفته بودین؟ روز اول عید که داخل خانه بودم دیگه صبح اولم آمدم اینجا دیگه جایی نرفتم تا فعلا ببینیم بعد از کجا بریم خیلی دیگه اصلا شما قدر عید نکردین تا حالا نه تا هنوز نه امروز روز اول ما بود باز خب بسیار رمزیه جان چطور شما مثل نرگس جان هیچ عید نکردین؟
ما دین روز البته اید کرده بودیم با امو که دولت ما اعلان کرد اید کردیم و دین روز کلان با فامیل بودیم چون امو میار امو تو است که روز اول همه با فامیل می باشن و روز دوم هم که امروز مهمان برنامه شما هستیم دیگه ببینیم بعد از این انشاءالله که چی میشه بعد از یک کدام گلو رو با امو ببینیم دیگه بسیار خوب نرگس جان ما و بسیره جان هم دیگه نیمچه ورزشکار گفتم میشیم بسیره جان ورزش میکنه ما هم ورزش شروع کردیم بعض وقتا که حرکات ورزشی را درست نمیرم باز می مربی ما که در کلاب است باز یگان جزا ما را میته یا کدریسمان بازی ما را میزنه یا یگان جزا میته که حرکات درست بدیم و درست تمرین بکنیم شما بعض وقتا شاگردایتان همین رقم جزا میتین والا مثلا زدن که نمیکنم دوباره میگم از اول بشمار بسیار خوب از اول دوباره بشمارم از اول اشتباه زدی دوباره از اول بشمار شروع کن باز بیچاره همش میگه تو رو خدا ازم بگذر گفتم نه چون روز اولت نیست روز دوم نیست باید صحیح بری چون اگه صحیح نره باز همون قسمت که میخوان سش کار نمیشه دقیقا و چقدر وقت میشه که شما خودتان ورزش میکنین و منحیث مربی فتنس فعالیت دارین خودم 5 سال میشه که کلاب های هوریانا النسا دریم با کلاب میمن پیام آوران سول کار کردیم که متاسفانه مدرک هایشان مثلا از بیپروای خود بگم یا گم شد دیگه گم شد چون همون روزای اول طالبا بود بعد شاگردای مثلا من آرام نمیذاشت زنگ زد گفتش که استاد بیا همگی ما رد شدیم رفتیم گفتم خواسته ای ما میایم اگه شما رد شدیم خب پس من میایم دیگه وقتی که رفتیم شب بود نفهم هر کس فکر کن خودش به زوری طرف طرف میکشید کیفم رو کشتم گفتم حالا میشه عجب کیفم سبک شده میگم که فقط دستش مونده خودش گم شده خود بگز گم شده ولی من فکر میکنم که خب ارزش ای که ارزش ورزش در وجود خودتان هست و شما عملا میبینین و یاد گرفتین من فکر میکنم بالاتر است و مهمتر از مدرکش هست دیگه ورزش اونمو هنرش هست که ما یاد بگیریم و در وجود خود اثراتش رو ببینیم خب رمزی جان شما بگوین از خاطرات ایدیتان کدام خاطری خوش ازید دارین که برتون خوشایند بوده باشه ولی حالا نمیتونین اون خاطره رو دوباره تکرار کنین یا اون کاره رو تکرار کنین اتفاقا این موضوعی است که جوانای امروزی همه سر دچار هستن ولی ایدهای سابق به اصطلاح یک سال پیش و دو سال پیش واقعا خیلی ایدهای خوب بود ایره هم نمیگیم که بعد است بسیار یک ایدی خوب است ما تجلیلش کردیم یکانه خاطره ای که ما از ایدای سابق داریم بسیار یک شور و شوق داشتیم میگفتیم حتما یک هفته قبل اومدگی میگرفتیم که اید است و ما باید لباس بگیریم و با دوستا پلان میکنیم برنامه میساختیم که باید همه یک جای جمع شویم و بیشتر ما قلعه مراد بیگ میرفتیم همراه دوستا اونجا برنامه میگرفتیم همراهشان لذت میبردیم در کل چی میگن واقعا یک ایدای خوب داشتیم خاطره خیلی خوب داریم خب خیلی مشکلات اقتصادی خیلی زیاد شده متاسفانه امسال به مو خاطر دیگه هر کس یا به دلیل مشکل اقتصادی یا به دلیل بعض مشکلات دیگه که می باشه در خانواده ها واقعا مو شور و شوق یک اندازه کم رنگ تر شده ولی خوب از با مو چیزایی که ما داریم فعلا در دسترس داریم و مو امکانات حداقل که هم در دسترس ما است کوشش بکنیم که فضا را نسبتا شاد بسازیم و مشکلات حداقل دمیسی روزیت فراموش بکنیم خب بس نرگس جان خودت برم بگو شاگردهایت بر تیدی آوردن چون خودم یادم میاد زمانی که استاد می باشن استاد کلاب ما یادگه استاد در هر بخشی که استاد می باشن باز شاگردهایش بر نزدیکید می باشه کلچه میارن یگان توفه ها میارن یا به خانهشان ایدی کردن میاد چطور است شاگردهای خودت تمام تو وفادار هستن یعنی؟ والا گب دیگه است که هر شاگردم که از من پرسه خانه کجاست دروغ میگم میگم چون مثلا خودم روزای عید اصلا خانه نیستم خب تو فر خوش ندارین یا مهمانداری ره والا مهمانداری هم خیلی سم سختی میکنم دیگه بگم در قصه توفه زیاد نیستم خب بس رستم جان یک چیز متوجه شدی نرگس جان هر چیز هم رک و پوست کنده واقعا و خودت چطور رمزیه جان برم بگو که تا حال ایدی دادی یا چقدر ایدی گرفتی
من در کل دوست دارم ایدی بگیرم، ولی در خانه یا جایم که میرم از من که در خورد باشه 100% از من ایدی میخواین و ما ایره بر خود فرض میدانم که براز وقتم چون دلشان نشکن از من به ای اساس من حتما برشان ایدی میتونم، ولی ایدی دایی چند سال اخیر خیلی کم گرفتیم چون اگه بزرگ شدی دیگه ایدی ضرورت مقصد در رمزیه جان دل ما و بصیره جان هم نازک است نشکنم دل ما دنم امروز ما بر شما حتما ایدی میتونم رستم جان موافق هستی؟ کاملا موافق هستم. خب چند بازی است که همراه مهمانای ما انجام میتیم دیگه، کمی روز عید مقبول تر و زیباتر بسازیم و بر مهمانای عزیز ما هم یک خاطره خوب بانه که در برنامه صبح زندگی مهمان ما هستن. بله سلامت. خب من بسیار جان تشکر میکنم. اگه ما بازی میکنیم همراهتان، اگر برنده شدین بزرستم جان برتان ایدی میته. ایدی رو خودتان انتخاب میکنین از اون ظرف که چقدر میباشه. ولی آل گیم است. اینجا ما تمام وسایل گیم هم داریم. در بین کاغذ ها هر گیم نوشته است که چی می باشن. شما انتخاب میکنین و هر چی که برآمده کار انجام میدین. درسته. خب اول نرگس جان شما بازی میکنین. اول اینجا شروع کنین. خوب است. بینیم که چی می بخونم؟ بله هار. بازی سرعت در خوردن سیب. چطور هستن در خوردن؟ در خوردن سیب؟ بله. این باید به نرگس جان مبرامد. خب برم خیر. چانس نرگس جان هم دیگه آزمایش میکنیم ببینیم که از نرگس جان چی مبرایه که بین دام منتظر باشن. خب نرگس جان شما هم یک کاغذ بگیرین. البته رمزیه جان 20 ثانیه وقت دارید. یک سیب باید مکمل بخورم. بله ببینیم که چقدر میتونیم. هر چقدر که زیاد شده مقدر نوشیدن یک گلاس جوس در 20 ثانیه؟ بله، جوس هم داریم اینجا. خوب و صد زمه داره شکل این ساده. خب، من یک دانه سیب خیلی بر شما میتونم. یک خورترک شد بتایید. مدرز من اکل سیبا این همی از دازه از این خورد ندارم. بفرمایید. البته سیبا قبل از قبل شسته شدن. خب، بخواد بگیم چطور. آماده هستین؟ اگه خنده کنین دیگه میبازین. باشه آماده هستم. خب 3 2 1 18 17 16 استاد نرگس شما حساب کنین. 13 12 11 10 9 8 7 خوب است، خوب است. رمزیه میتونه رمزیه جان بخوری. میشه بسیار نوش جان، ماشاءالله خیلی نام خودم تو خوب سرعتتان هم زیاد بود و از تای دل خوردین سیب. معلومه چه سیب زیاد دوست دارین. چطور؟ خوش ندارین؟ باش که قرد کنن. تا که رمزیه جان قرد کنن. یک چیز باید بگویم که جوس گازدار است و قدر آسان نیست خوردنش. خدا. نوشابه است؟ بله نوشابه است. استاد پریز نباشین از نوشابه گازدار. نه یک بار دوبار فرق نمیکنه، ولی گازدار کاش نمی بود. خب پروتسر میگه همکارا میگه خیره به خاطر استاد نرگس گاز شکشیدن به گازش موندن. گازش فرار کرد چه مورد دیده فرار کرد گاز. خب بفرمایید. ولی رمزی جان واقعا عالی بودن، عالی بازی کردن. بفرمایید دیگه نوش جان که نموی دیتا تا آخر. خب نوبت نرگس جانم شروع میشه، وقت برشان میتیم. بله 3 2 1 شروع. 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 ماشاءالله آفرین نرگس جان. 4 3 ده خوردن هم بسیار تمام. یک چکچک هم کنیم. خوب داریم 20 ثانیه مکمل نوش جان کردن. واقعا که عالی بود نرگس جان. دیگه چی میگن به اصطلاح یا مموشنگتان نشان دادیم ورزشکار هستن. بسیار عالی بود واقعا که دیروز یکی از میمونای ما بودن اصلا یک دو شب کردن دیگه نتونستن نوش جان کردن.
باختن. ولی من فکر کردم که شاید نرگس جانم زودتر تسلیم شد، ولی خوب بود. یک چیزی که استادای کلاب دارن بسیار عزم و اراده بالا دارن و مو تاثیر میمونه در هر جایی که باشی. وقتی که اراده آدم بالا بره از پس هر کار میبره. بله، و یک چیز دیگه هم از بصیره جان که وقتی که حرکات و ورزشی را میریم، هر حرکت از خود یک مثلا شماره داره، مثلا 12 دانه باید بریم یا 15 دانه یا 20 دانه، به خاطر ست میشن خودشان و فکرشان که در مدت مثلا 15 ثانیه چند دانه حرکت باید درست انجام بدن. به خاطر دیگه برشان خیلی راحت بود و رمزی جان هم نام خدا خیلی خوب بودن در نوش جان کردن ست و متباقی شد وزر دست کرد که اصراف میشه. رستم جان ایدی میتوال برای مونای؟ بله چرا نه. خب مزر البته ایدی از طرف هر دوی ماست که تنها طرف رستم کم ما کرم شما دیگه در بین ازی از دفغانی شروع تا یک هزار اینال هر چیزی که در بین ورق نوشته بود اونمو را تاله تان دیگه. دلش که بر شما ده افغانی برامد، دلش که بر شما مثلا یک هزار افغانی برامد. اگر مثل مهمان دیروز مطالعه من باشن خوب باش مزید. و رمزی جان شما هم یک انتخاب بکنین ورق؟ ورق بگیریم. باش. چند افغانی؟ ده افغانی. کمترینش بر رمزی جان برامد. و استاد نرگس بر شما؟ سی افغانی. برو بازم سی افغانی خوب است. خوب است. انشالله که امی ایدی ما باشه که به شما دگاه امی ایدی بیایه. یک راه باشه. یک شگونی خوب باشه. امی را به فال نیک میگیرن. نه به فال نیک میگیرن دگه بخیر. خب. پیسای ما یک کمک کونه از دگه میبخشین. خب استاد نرگس به شما 20 افغانی میتونم. و از شما هم ده افغانی. باز ده افغانی تان استاد نرگس بعد از برنامه بخاطر فعلا در اینجا میدان نیست. برو خیر ایرم بنام خیر ازتون مشکل نداره. باز تهیه کننده برنامه از سونیتا جان برتان ده افغانی دیگه هم میده. خب بسیار خوب. رسم ایدی است. من فکر میکنم مقدارش زیاد مهم نیست، ولی همین که ما فرهنگ خود در افغانستان زنده نگه بداریم ارزش بسیار بالا داره و بخصوص به کودک ها همین کار باید انجام بتیم. برشان 10 افغانی یا 20 افغانی یا 50 افغانی ایدی بتیم واقعا خوش میشن. واقعا. با اون 10 افغانی یک بسکیت میخرن یا آیس کریم میخرن، اونم روزای ایدشان خوب و خوش سپری میشن. ما که کلان هستیم رستم جان بسیار خوشحال میشیم زمان که کس بر ما ایدی میده. اگر 10 افغانی هم باشه یک حس ناخودآگاه بسیار آدم خوشحال میشه. بسیار تشکر نرگس جان، رمزی جان از اینکه تشریف آوردن و برنامه ما رو زیباتر ساختن. پیام تو نمی داشته باشیم رمزی جان. تشکر بسیار جان. پیام ما به جوانان است که متعصب نباشند، یک دیگر خود را بپذیرند و همدیگر پذیر باشند. بسیار عالی. استاد نرگس شما؟ خب پیام به دیگران دوست داشتن یک دیگر است. با یک دیگر خود مهربان باشند، صادق باشند. بسیار عالی. سلامت باشین. اوقات خوب و خوش داشته باشین و روز دومید هم به شما خوب و خوش بگذره. همچنان سلام باشین. از شما عزیزا هم قلبا سپاس که تا این دم در کنار صبح و زندگی هستین. وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه صبح زندگی را از شبکه جهانی آریانا و آریانا نیوز به طور زنده تماشا میکنین و شنونده ما در رادیو 93.5 آریانا اف ام هستین. خدا کنه تا این دم از دیدن ویژه برنامه صبح زندگی لذت برده باشین. مهمانای بسیار عزیز با ما بودن تا فعلا که همراهشان بازی هم داشتیم، صحبت های هم داشتیم و واقعا اجراهای بسیار خوب داشتن در قسمت اجرای گیم ها و نگفته نمونه که برشانیدی هم در نظر داشتیم. تا حالا مهمانای ما موفق نشدن که 1000 افغانی را ایدی بگیرن از برنامه صبح زندگی، ولی زیادتر میمانای ما دیگه هم مقدارای کم تا فعلا برشان برامده و من فکر میکنم بصیره جان چانس بیشتر کسایی دارن که در آخر مهمان ما میباشن. بله. چون مبلغای زیادتر برشان شاید بله. برای رستم جان اگر بازم مهمانا برنده نشدن بازم گیم ایدی را ما خودت میریم میبینیم که شاید 500 و هزاری به ما خودت برامد. بله اگر هزاری برامد به خودت با زور خو میتونم از خودت گرفته زور میرسه سر خودت. آها. ولی اگر میمونم گرفتن گپ نیست، خوشحال میشیم که میمونم برنده شون. ولی خوب است زمان که برنده میشن یک خاطره تازه میشن هم بر ما هم بر مهمانای ما. بله بصیره جان و اجازه که تشکر بکنیم از حامی مالی برنامه صبح زندگی شرکت مخابراتی افغان بیسیم، بزرگترین و سریعترین شبکه در افغانستان. شما هم میتونید که از شبکه مخابراتی افغان بیسیم استفاده بکنین و از اینترنت سریع افغان بیسیم لذت ببرین. خب
بسیره جان فعلا هم نوبت به کدام بخش برنامه رسیده؟ نوبت رسیده اگه آمیانه بگویم به مدیریت هیله جان باز هم نوبت رسیده که هیله جان و میوان جان باز هم میخواین که ای دفعه حفیظ جان آزار بتن، گرچه حفیظ جان در بیرون آمه هستن مصروف آماده ساختن و گزارش هستن، ولی هیله جان گفت که می وقتش است که ما حفیظ جان آزار بتم و میخواین که دریبل بسازن و صبرش امتحان بکنن که چقدر صبور است. پس با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. میخیم و پیزا میری که خبر هستیم فعلا هم در گزارش هست و رفتن بیرون. میخویم به او زنگ بزنیم. اینا خود سکرتر ما معرفی میکنه و ما از خارج تماس گرفتیم. مرم را از اوی چیز میکنه. گپیگان تو وصل میسازیم با؟ وصل میسازه. دیگه خیر بریم طرف پیزا میری ببینیم که چی میگه. بله، حفیظ جان یکی از همکارای خوب ما است، واقعا بچه خوب مؤدب. امروز ببینیم که تلفن ما را جواب بده و ما مجبور هستم خود خارجی بسازم. میره دادان برتون خیر، خدا مهربان است، فقط تلفن ما را اوکی بسازم چون روز عید آمده است. عید مبارکی نتیجه چیز امریکایی که با ما شما عید مبارکی بده، ما خواه امریکایی استم دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر، سلامت. شما خوب هستین؟ سلامت باشین. حفیظ جان هستین؟ مهربانی. شما خوب هستین؟ آه سلام. آه شما خوب هستین؟ همگی خوب هستن؟ سلامت باشین. همکارا همگی خوب هستن شما؟ ببخشین ما شما را از پرودکشن زحمت دادیم و ما پرودکشن ما با وجودی که در افغانستان کار میکنه، یک بخش دیگه ما در کشور کانادا هست و ما خواستیم که امروز شما یک قرارداد داشته باشیم. نمبر شما رو به مشکل پیدا دانستیم، اگر شما وقت داشته باشین چند لحظه با ما صحبت کنین در این مورد. بگم روی رئیس ما شما رو وصل میکنم. بله، ما پرودکشن با وجودی که گفتم در افغانستان کار میکنه، در کشور کانادا هم است و فعلا خودت ما کانفرانس میسازم با رئیس ما در کشور کانادا، اگر امی لحظه وقت داشته باشین. یک جایی که راحت آرام برین که خیلی مشکل باز رخ شود تماس. شما خو میفهمین که کانادا یک ذره جنجال است، نید روز هم است از ما و شما. دیگه امروی رئیس به یک لحظه ما شما را وصل میسازم. یک دقیقه. بله رئیس میشنوین؟ هلو. رئیس صدای ما را دارین؟ بله سلام. های های. حفیظ جان دلاین هستن. حفیظ جان از تلویزیون آریانا. خو حفیظ جان، حفیظ جان. هلو. های. گود مورنینگ مستر حفیظ. گود مورنینگ تو. حفیظ جان من اصلی افغانستانی هستم و میخواستم یک پروژه داریم در خود همین شهر کابل. خودت ما انتخاب کردیم، بسیار یک بچه جوان خوش اندام خوش اخلاق. دیگه میخواستیم که امروی خودت یک پروژه را پیش ببریم بچه. خب میرواری پروژه تو نبگیم. چرا ور خطا کار مصروف کنید؟ ما دویم کدام کارتان خونه شدیم؟ بخاطر از یک مبچه رایگاه مصروف هستم. قربان تر این نمی خیاستاتایتان خیلی زیاد خوشیم و دیگه ای که اندامه که تان نهیت وقت نمانین که چاخ شوین. خو خیر او را بر صورت او را باز انشالله در کانادا گپ میزنیم که از نزدیک در پالوی بحر ببینمت. ما یک شوتینگ داریم، یک میخوایم یک آهنگ ثبت بکنیم در شهر زیبای با قد کرد توب توب که باز من زنگش میزنم. این چقدر بیمزه بود. توب شد توب شد Thank you.
راستیم خوب اندام داره گی کمی لاغر شد پتلون خود به خود از پیشش میشه ببخشین برادر شما قد ساختین تماس ما خواهش میکنم خواهر عزیز میربانی من خدمت هستم من اصلا این سر درد نیاوردم بوده اون مردم ها که ببخشین برادر حافظ جان ما فقط امرای شما پرسان میکنیم باز شما را روان میکنیم ویزه شما گرفته میشه شما را ارسال میکنیم فقط از شما ما اوکی میخواییم با رئیس ما صحبت کنین که ما کارهای شما را در جریان پردیم اینا گزارش های شما را دیدن کار شما را دیدن خیلی از شما خوش کردن رئیس اب شما میشنوین؟ میشنو عفیز جان وصل است رئیس اب خب عفیز جان ما میخواستم بگویم که ما یک کنسر آهنگ و چیزا داریم در خود کابل میخواستیم او را مشروط بکنیم و ما همراه شما قرارداد شما را به دفتر میخواییم در شهر نو در اوجه همراه تان صحبت میکنیم از طریق سکایپ و بعدا اگر با ما تفاهم رسیدی بخیر آرزوی خونه کردی انشاءالله الحمدلله چونی شما وقت گزارشای من را میبینیم خطمند در مورد ما معلومات هم داریم دیگه گپ شما ای رقم درنگ هست نه در مورد شما معلومات داریم ما پشت فامیل کس نمیگردیم شکر از خود کل چیز داریم امیری صاحب ما دیگه فیسبوک هم از جایی جناشته از مرد نه که ما یعنی ازدواج کردیم خب ما او را خیال مرد کردیم خب عفیز جان میایم سر از چیز سر موضوع ما شما چی وقت دارین بیاین تا شهر نو نفهمیدم گفتم شما چی وقت دارین تا بیاین پیش شهر نو کنم اونجا با هم همکارا ملاقات بکنم روی شما هر وقت شما وقت داشته باشین مشکل نیست من خدمت هستم خب من این ازم مطلوب و مطلوب آها میفهم این همی همراه سکرترم صحبت کنیم یا سکرتر یا دوست که میشه امو شیاگک که امرویت میگرده کامرامینه که چکرگه که چه میگی؟ اردون با حضورتان کامرامینه که نویجان امیری امر کنیم ما در خدمت امیری کمک مطلوب بود و احترام خانتان مخواستم تلفن شما را جا بتیم ما در خدمت دو فرمایید جانی ما شما با بیوا کمک میکنیم اگر میای یا ریزی ترایی که با من بچیم اگر کلاو شد تک محصولی اتما من در خدمت دارتم با یکم چل خو خو این از پای معلوم میشه که تو چی کار هستی سل که بچه من با تو چی میگم خو ما که هستیم از این امیال از برنامه دلیبر رادیو آریانا به شما زنگ زدیم آیوان جان کار شما خوب هستیم که اتمن آفیت دارید به خیر باشین سلامت اینا خودم شریک ساختی چطور هستی لالا کارا به خیر میگذره خوب هستی ایدتان مبارک ایدتان خوش سلام برادر تا بر اینا جان سلام برادر تا وقت هم شما بخیر باشه از جان خوش بگو میشم سر تکا فوتبال تا نزد که کریم مام نمیل از آخر که میخواستم بگویم رشاد گفت گفت من میخواهیم که ما نگده خشفی کنم با هم کارات ما شما همیشه درگیر گزارش ها و کارات تلویزیون هستیم بله شب و روز تلویزیون مصروف هست درگیر برنامه دیگه باز که این رقم هم شوخی کنم باز باو دادیم من گفتم دیگه همراهشان شوخی بکنم خیر ببینیم سلامت حتی نمتنای ما را خوش میسازیم کتی برنامه جالب تشکر امیری سعید بزرگوار قربانت و بسیار زیاد خوش شدم بیادر و شکر که شما را داریم همیشه سر بلند و سرفراز باشی در پناه خدا باشین همه شما خدا و نیار یارتون پس که دفتر آمدین انشاءالله گپ میزنیم قربانتون بخیر تشکر تکرم کارا میگه میگه سلام وعلیکم از طرف ما دستکای شانا ببوس خدا کنه که یک رقم آزادان شده باشه کتر نه خدا نکنه تشکر خدا نکنه خب همکارای ما بودن بیچارا در شهر بازار بود و کامرامین بسیار لایق بسیار خوش اخلاق بسیار خوش شوخ طبیعت و همه شکر که
دو فامیل داریم، یکی فامیل دو خانواده، یکی خانواده خودموست، یکی از همکارای ماست که با هم جایی که کار میکنیم، یکی از خیلی صمیمی و خیلی دوست داشتنی همکارا داریم. تشکر از همه شما دوستای عزیز که تا این دم با ما هستین. برنامه لایو بود، اگر چیزی بالا و پایین اومده باشه، که صفت کسی را کرده باشیم یا غیبت کسی را کرده باشیم یا کسی را ازار اذیت کرده باشیم، عرض معذرت و برین دیگه که چند روز ما خودمون نوکری بودیم در دفتر، بعد از این بریم ریش میشه خدا جور کنیم. بخیر برین، انشالله ایدام بخیر بگذره. به همه وطنهای عزیز ما تشکر که چند لحظه با ما و میوان جان و برنامه مردم آزاری نی، البته همکار آزاری بود، همکارای خودم رایشان شوخی کردیم و خواستیم که شما را بخندانیم. تشکر. مننه، خوشحال شدم. خدا نگهدارتون. بله، دیدن که میوان جان و ایلا جان چقدر آزار دادن حفیظ جان، و واقعا که میوان جان در صدا تغییر کردن و صحبت کردن که اصلا خندیش نمیگرفت. یا یک استعداد خاص است که باید داشته باشم، اگر من بخوایم با یک کسی شوخی بکنم دفتن مرا خنده میگیره و نمیتونم کنترل کرده، ولی میوان جان عالی کار کرده. بله، بدون شک. و چقدر خوب دفتن هر چیز در ذهنش میامد، موضوعات بسیار جالب که اصلا حفیظ بالای میوان جان شک نکرد که مرا دریبل میسازن. خب بیننده های عزیز، ادامه برنامه را فراموش نکنین، یک وقت فقط که بسیار کوتاه داریم. به ادامه برنامه صبح و زندگی باز هم خوش آمدین و باز هم عید فطر شما مبارک باشه. آرزو دارم که روزهای خوب عید را با اعضای خانواده و دوستانتان تجربه بکنین و سلام تازه هم تقدیم میکنم به شنونده های عزیز ما که همین لحظه از طریق رادیو 93.5 آریان اف ام شنونده برنامه هستن. و فعلا هم بسیار جان بخش جالب برنامه باز هم فرا رسیده که یک تعداد از همکارای ما بعد از تحولی که در افغانستان اتفاق افتاد مجبور شدن یا هم مهاجرت کردن به کشورهای بیرونی، که باز هم همکار عزیز ما آقای خوشحال آصفی با حبیب جان ناظم صحبتهایی داشته، ای که در کدام کشور است فعلا و قرار است چه برنامه هایی را داشته باشه با ما شما بیشتر صحبت خواهد کردن. پس میریم به طرف حبیب جان. بله، با هم میبینیم. سلام، صبحتان بخیر هموطنهای عزیز، همچنان عیدتان تبریک. آرزو دارم تا اینجا از برنامه صبح زندگی لذت برده باشین و تشکری میکنم از همکارای بسیار خوبم بصیره جان و رستم جان. آرزو دارم طاعت عبادت همه شما خوبان به درگاه حق قبول و مقبول قرار گرفته باشه. امروز هم دیگه در خدمت شما هستیم با یک بخش متفاوت. البته یک بخش را داریم که مطمئنن از استودیو خاطرات داریم، از جایی که ما هستم برنامه‌ای را دیدیم و در این بخش ما یاد می داشته باشیم از همکارای عزیزی که شما برنامه هایشون را دیدیم و از کسی که فعلا در برنامه می خواهیم امروز صحبت داشته باشم. شما کارا و فعالیت هایش آشنایی داریم، منعیس رئیس تلویزیون آریانا ایفای وظیفه کردن، برنامه های متفاوت برای شما تهیه کردن. ما در اید از مشوره های میکشان مستفید می شدیم، اما در اید دلتنگشان شدیم، یعنی دلیل هم خواستیم که در برنامه داشته باشیم. بله، آقای خوشحال آصفی در برنامه صبح زندگی با ما هستن و سلام تقدیم میکنیم. آصفی صاحب خیلی پشتتان دق شده، این صبحتان بخیر. نمیفهم صبح از دیگه طرف های شما. سلام، سلام حبیب عزیز، محمد سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت رستم جان، خدمت گلو بصیره، عید سعید فطر برای شما، برای همه همکاران عزیزم در شبکه جهانی آریانا و از طریق غربی تلویزیون آریانا و تمام مردم افغانستان تبریک میگم به خانواده عزیزم که اولین عیدی است که از اونا دور هستم. از طریق شما برای تمام اعضای خانواده عید سعید فطر صمیم قلب تبریک میگم. ما هم پشت همه شما دل شدیم. واقعا دوری از وطن، دوری از خانواده، دوری از شما همکاران عزیز خیلی سخت و دشوار هست، اما چاره دیگر نداریم. خرسند هستیم که بازم شما را میبینین. از بس که من دق شده بودم واسه در موقعیت قرار دارم که دقیقا شما از اینجا برنامه اجرا میکردین و عزیزار شما از کشورهای مختلف میداشتین در برنامه و ما هم خوشحال هستم که خودت در برنامه داریم. آصفی صاحب، اید میفهمم که یکم متفاوت تر است، از همه دور هستیم. در کنار از اینکه از همه اجزا یادآوری کردیم که پشت فامیل خود دق شدیم، از همکارا کی زیاد یادتان میاد راستش؟
صادقانه حبیب عزیز یابنی دیده است که من در طول 35 سال زندگی و بیرون هستم، در افغانستان نیستم و پشت همه دق شده، پشت اون برنامه های ایدی که من بیشتر از 10 سال در برنامه صبح زندگی تهیه میکردم و هموطنان عزیز ما با جمع از همکاران عزیز ما چه در بخش تخمیل کنن که همکاری میکردن که من خوشحال هستم که یک زیاد شموز هم هستن و نفس میکشن و فعالیت دارن پشت شما، پشت دوستم جان، پشت همه کسایی که اونجا کار میکنن واقعا، چون ما با عنوان یک تیم اونجا کار میکردیم و من جز یک تیم بسیار بزرگی بودم که همکاری همه را فراموش نمی کنم هیچ وقتی و شما بودین که بالاخره من به یک جایی رسیدم. همون لحظه هایی که برنامه ها را ثبت میکردیم و پشت پرده یا در تکنیک کسایی که پشت صحنه هستن در گوش ما یگان مذاقایی میکرد که حالا نام نمیگیرم، اقتدادش حضور دارن، مثلا یک وقت برنامه زمانی که کووید 19 یا کرونا در جهان بحثش آغاز شده بود، یک سال تمام برنامه چهاردیواری را پیش بردیم، پیش از برنامه سوم زندگی و برنامه های متعدد دیگری. واقعا لحظه لحظهش بر من یک خاطره هست و همیشه در ذهنم باقی خواهد ماند. خب صوفی صاحب، چی رقم رفتین از این قصه کنیم و چی مصروفیت ها در اوزه؟ من هم مثل ده ها بگویم یا ست ها هموطن ما که رفتن از افغانستان، اتفاقا قصد رفتن نداشتم، ولی خب یک سلسله مشکلاتی وجود داشت و بنابر بعض ناگزیری هایی که وجود داشت من برای اولین بار در زندگی تصمیم گرفتم که از افغانستان برای یک مدت کوتاهی و بتوانم ادامه تحصیلات بکنم و حداقل از آنچه که در گذشته یاد گرفتیم با دیگران شریک بسازم و چیزهایی نبره در اینجا بیاموزم. روزه اولش خیلی سخت بود، هفته های اولش برای من، اما با مرور زمان آدم باید عادت بکنه، زندگی نه و خانه نه و همه چیز اینجا از صفر آغاز میکنه. صوفی صاحب، از این صحبت از این صحبت بکنین، کیها هستن در جایی که شما زندگی میکنین، از همکارای دیگه رسانه‌ای با کیها دیدین، این اید از کجا میرین، پیش کی تصمیم دارین برین؟ واقعا این اولین ایدی از حبیب عزیز که من دور از خانواده هستم، کسی که در آغاز هم گفتم، اما در اینجا که من هستم بدبختی است که افغانای ما نیستن اینجا، جز یک خانواده افغان هست که همسایه ما بود، اونا هم تازه رفتن به یک جای دیگه، البته یا مسکن گزین شدن و من در یکی از شهرها نزدیک شهر بود آلمان زندگی میکنم و اینجا خبری از اید نیست، چون امروز روز رسمی هست، همه مصروف کارهای رسمی خود هستن، یک تعداد درس میخوانه و افغانا که تازه آمدن در جریان ماهای گذشته اونا مصروف زندگی و کاربار و بالاخره مشکل هستن، نه خبری از کالای ایدی هست، نه خبری از میوه ایدی هست، نه خبری از اید هست و نه خبری هم از بلاخره تجلیلی اید. پشت چی دق شده این؟ دقیقا که حال یادتان میگین کاش که نمیجا میبودو. پشت همه چیز افغانستان دق شده این، من ریاکاری نمی کنم واقعا از من یک وقت که در افغانستان بودم، یک تعداد از افغانایی که بیرون از افغانستان بودن، اونا وقتی اشک می‌ریختن یا میگفتن که ما پشت وطن خود شدیم یا میگفتن که هر لحظه به یاد وطن هستیم، به یاد هموطنان عزیز خود هستیم، من بعض اوقات فکر میکردم که شاید اینا صادق نباشه، اما حالا همه را درک میکنیم که دوری از وطن چقدر سخت است. واقعا او پیاده گشتن من در کوچه های کابل، در شهر نو، در کارتی 4، کارتی 3، در کارتی پروان، او رفتن ما به پنتون ها، دانشگاه تدریس در پنتون ها برای سالهای دراز و سالهای متمادی، او پیش بردن برنامه های ما، بودن با کنار دوستان و رفقا در افغانستان که حالا همه پراگنده شدن، متاسفانه یکی به شرق رفته، یکی به غرب رفته، زیاد از دوستای ما اینجا نیستن در آلمان، دیگه به هلند است، دیگه به امریکا است، دیگه به کانادا است، دیگه به انگلستان هست، اقتدار در وطن هنوز به سر میبرن،
یعنی لحظه لحظه شادم جواب میده و لحظه لحظهش به ذهن من هست. پشت هر لحظه بودن در آنجا، پشت هر کاری که در آنجا انجام دادیم، چی در تلویزیون آریانا بوده، چی در فنتینه هایی که تدریس میکردم، چی بالاخره با مردم عزیزیم که بودم، خیلی خوشحال بودم. اما حالا اینجا تنهایی هست، اینجا حبیب عزیز باید بسوزی و بسازی. میخواید کمک متفاوت تر شما برنامه هم. شما که همیشه منیس استاد، منیس آموزگار درس میدادین، اکثر اوقات روی واژه ها تاکید میکردین، میگفتین این واژه اشتباه است، این باید به این رقم کار برده شد، این رقم مال بعض واژه ها رو برای شما یادآوری میکنم. اول نیم از امی رخصتی، کمی دوستا میگن رخصتی، پیش شما میامدن این امی آمیانش چی میگفتن؟ اینم یا میرش دقیقا میلنزای آسون رفت یک شه. خب من میگم استاد رسختی کار دارم. خب راست میگه و یک آن وقت اکثر در افغانستان که میگن هم به خدمت باشه، باز من کار میشدم میگوستم کمیر اگر هم به خدمت بگویم بهتر هست. البته نظیر ازی و مانند ازی ده ها واژه دیگه وجود داره که معمولا درست استفاده نمیشه. مثلا همیشه که شما گفتین استاد جان چطور هستید، اصلا من زیاد کار میشدم که بقدر این استاز نیست، زی نیست، اما استاد تلفظ بکنین یا واژه های دیگر. بله بله واقعا عاصفی صاحب شما را همگی دوست دارم. گفتیم باش که یاد خاطرات هم و دوستایی را که به هر موقع یادتان میکنن هم تازه شد. با مو هرچی میگفتن با اخلاص میگفتن، از مو تای قلب میگفتن، اگر استاز میگفتن یا از پیشتان رسختی میخواستن یا اسک میخواستن یا هر مورد دیگه که میگود، چون شما را خیلی دوست داشتن و احترام قائل بودن همچنان همه ما. در همه چیز محبت وجود داشت، نیت ها صاف بود واقعا. خب تلویزیون مثل یک مکتب هست که دیگر ها از روی می آموزه و ما باید به گونه عمل بکنیم، هم رفتار ما، هم کردار ما، هم گفتار ما، هم کردار ما به گونه باشه که دیگر ها ما را الگو قرار بده، به خاطر که خیلی تاثیرگذار هست بالای بیننده های ما و شنونده های ما. هر آنچه ما میگیم و هر آنچه ما انجام میدیم، چه زبان گفتاری و چه زبان نوشتاری، حتی چه زبان عرکی و اشاری، ما این را یک دیر بسیار از هموطنان عزیز ما از ما یاد میگیره و ما را الگو قرار میده. بدان چه خوب هست که اگر بهتر باشد و درستتر باشد، ما یک الگوی خوب باشیم برای دیگران. تشکر آصفی صاحب. بعض دوستایی که به خارج رسیدن باز که پرسانشان میکنیم که بخیر چی پلان ها است، چی برنامه ها است اونجا. یکی از دوستا گفتن که بخیر که ما آل خود رسیدیم، پلان از بخیر پالوسی دومه بکنم. از شما برنامه ها چیز بخیر؟ از این رقم برنامه ها خود نداره. چون این چیز اصلا وجود نداره. ما به اصطلاح هم بگیم با یک یاران هستیم، همی خدمت یکی را درست بکنیم، خدمت فرزندای ما آرامتر شدیم. از جان آرامتر شدیم، خیلی آرام هستم. هم بخواهیم از این آرامی و آرامش و آسایش زندگی را از بین ببرم، صادقانه بگویم. و پلان معی است راستش، ما بخیم تحصیلات میدانه بکنم، قسمی که بیشتر گفتم آلمان کشور فرصت ها هست، شما را ماه ها و سال ها فرصت میده، کمک مالی و معنوی شما را میکنه که زبان یاد بگیره، به جامعه مدغم شوین، بالاخره آیستا آیستا با بعض از قوانین بلد شوین، قوانین را یاد بگیرین، آگاهی حاصل بکنین. ما 6 ماه میشه که زبان آلمانی را فراگیری آموزش زبان آلمانی را آغاز کردیم. تقریبا یک 4 ماه دیگه یا 5 ماه دیگه نیاز دارم که تا 50% زبان آلمانی به خیر یاد بگیرم. باز بعد از به خیر دیگه زندگی هست، میگذرد، سختی های خود را داره. شما خیلی باید، من میشه در باید افغانستان هم میگفتم که هیچ چیز به آسانی به دست نمیاد. در جایی که خود تصدیف فیلن، در جایی که همکارهای دیگه ما هستن، این را به آسانی به دست ناوردیم. سالها زحمت کشیدین، ریاضت کشیدین، عرق ریختین به اصطلاح هم بگویم، دست خواندین و به هر کدام شما بالاخره قربانی دادین و چقدر دشواری ها و سختی ها را متحمل میشین یا تحمل میکنین و بالاخره به یک جایگاه خودتان میخواین برسید. اینجا من مطرح هست. سپاس آصفی صاحب. در حد 20 ثانیه اگر گفتنی باشه فرصت داریم، دیگه باز میریم به طرف همکارای استودیو مرکزی، به طرف همکارای عزیزمو که در برنامه سوب زندگی ادامه برنامه را خواب دیدن. عزیزا اگر گفتنی باشه شما میشنید. من در حد 20 ثانیه برای خودت، برای همه همکارانم که در آریانا هستن،
و با بخش همه مردم عزیز خوشبختی، سرفرازی، کامیابی و آرامی میخوایم و آرزو دارم که هر انسانی که در جغرافیای قدم افغانستان زندگی میکنه با آرزوش برسه و هر چی که در دل داره، هر چی که در دل داره و هر چی که در ذهن خود داره با او برسه و خداوند کمکش بکنه. موفق و سرطلت باشیم. تشکر. من رو تبریک کردیم. زنده باشیم. بازم میدم از همین قلبتان تبریک میگیم. موفق باشیم. بخیر. بار دیگر عید شما و همه بیننده های ارجمند تلویزیون آریانا مبارک باشه. خیلی ممنون باشیم. که با ما تماس گرفتیم و یاد از ما کردیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. عزیزا میریم به طرف همکارای عزیز ما وسیله جان و رستم جان. ادامه برنامه سوز زندگی رو همچنان فراموش نکنید. تشکر از همه شما عزیزا که تا این دم با ما هستن. فرصت برنامه تمام شده. اوقات خوب و خوش بر همتان میخوایم. از لحظات عیدتان لذت ببرین. خدا نگهدار. ډیر مننه سلام سره مال وای قدر مون لیدونکو خورس ولری خیچار علم ورشه. همین برنامه افغان بیسی سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.